هزاران درود میفرستم خدمت تمامی همراهان محترم، همراهان ما در این اتاق و به ویژه عزیزانی که ما رو به صورت لایو و کاملا آنلاین از شبکه یوتیوبی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در حال مشاهده است. ما امروز در فراخوانی ویژه در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران گرده هم اومدیم. قبل از اینکه صحبت های خودم رو به صورت رسمی شروع بکنم، یک قطعه شعری دارم که تقدیم میکنم به روح عزیز از دست رفته بانو مهسا امینی و خطاب به رژیم جمهوری اسلامی. خانه‌ات را باد برد، خانه‌ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی. مهسا افیونی افسانه اصحاب کدامین غاری و کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانه صد طایفه است. تشت رسوایی دزدان امارت افتاد، تو نگه دار هنوزم به دو دست دو سر شال. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعی خود نردبانی به بلندای سحر می‌بافم تا برآرم خورشید. و تو در خوابی و من و تو در خوابی و آب از سرت می‌گذرم و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را. شب به شب جای سپیدار زدن و نبودن پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر داد زدن. و به هر دانه برنجی که برنج بر سر سفره ما آمده بود، توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زدن. و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد. خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانت را باد برد، تشت رسوایی قارت افتاد، تو نگه دار به چنگت شب گیسوی ما تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کن. تا مبادا که ببینن همه خوی تو را، موی من. من حجابم نه حجاب تن آزادی خود، من حجاب تن زیق مازده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعی خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برارم خورشید. این شعری بود از شاعر عزیزمون بانو هیلا صدیقی به نام حجاب اجباری. یادی کنیم از این شاعر گرانقدر که ایشون هم با ممنوعیت کاری هایی که بهشون دادن ترک وطن کردن. خب درودی دوباره دارم خدمت همه عزیزان و دوباره به ویژه عزیزانی که ما رو به صورت لایو و کاملا آنلاین از شبکه یوتیوبی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به نظاره نشستم. امروز ما در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران گرده هم اومدیم، فراخوان ویژه‌ای برای شما عزیزان در نظر گرفتیم در قالب نمایندگی های منطقه جنوب آلمان، شمال آلمان، منطقه اروپا و منطقه آسیا و شرق اروپا. امروز ما در این فراخوان چند قسمت مختلف رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. یک سخنرانی داریم با موضوع گزارش و تحلیل و اتفاقات اخیر و مقایسه اون با اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط بانو سمانی بیرجندی اجرا میشه. و در سخنرانی دوم موضوعی رو براتون انتخاب کردیم با عنوان چرا مهسا نماد اتحاد و همبستگی شد. این سخنرانی بانو شراره محبوبی خدمتتون اجرا میکنه و در قسمت پایانی
دین فراخوان، ما قسمت بحث آزاد اگه اون بحث آزاد رو داریم با عنوان اعتراضات سراسری در ایران. خب بیش از این با صحبت‌های خودم سرتون رو به قول معروف درد نمیارم و میریم برای قسمت اول با اجرای بانو سمانه بیرجندی، گزارش و تحلیل اتفاقات اخیر و مقایسه اون با اعلامیه جهانی حقوق بشر. بانو بیرجندی اگر دستتون رو بلند کنید، بالا کنید، من مایکتون رو آساز کنم، بسیار متشکرم. بفرمایید، در خدمتتون هستم. ممنونم جناب تفکران، درود دارم خدمت شما و تمام همکاران عزیز. من صحبتامو با شعار زن زندگی آزادی شروع میکنم. در واقع این گزارشی که من آماده کردم، سعی کردم به تمام نکاتی که و اتفاقاتی که افتاده بپردازم و میدونم که همه شما عزیزان هم حتما دوست دارید که به نکات بیشتری اشاره کنید و در موردش صحبت کنید. اینه که سعی کردم در واقع بعضی از مسائل رو به صورت تیتروار در موردش بگم که اگر شما دوست داشتین بیشتر توضیح بدید. در واقع روز سه‌شنبه 22 شهریور دختر جوان 22 ساله اهل سقز به همراه برادرش به تهران آمده بود و توسط نیروی گشت کشتار جمهوری اسلامی که او را بی حجاب تشخیص داده بود بازداشت و به پلیس امنیت اخلاقی خیابان گذرای تهران تحویل داده شد. اما تنها بعد از ساعاتی بدن نیمه جان او را به بیمارستان کسرا انتقال دادند. در واقع اتفاقات از آن لحظه شروع شد که ژینا، من یه توضیح بدم خدمت عزیزان، که ژینا زمانی که به دنیا اومد اسمش رو به خاطر اینکه ثبت احوال جمهوری اسلامی قبول نکرد که در شناسنامه درج بشه به نام مهسا گذاشتن در شناسنامه. اما ژینا به معنی زندگی نوژین و ژینو به معنی زندگی نو هستش. ژینا امینی عزیز به کما رفت و این خبر توسط برادر، پدر و مادر او منتشر شد و همچنین دکترها و یا کسانی که از کادر بیمارستان بودن اطلاع رسانی کرده بودن. اما رسانه های جمهوری اسلامی و مقامات شروع به شایع پراکنی کردند که وی سکته قلبی کرده است یا از بیماری قلبی مادرزادی رنج می برده و یا سر داشته و یا چندین بیماری دیگر را به او نسبت دادن. و در واقع منکر اقدامات وحشیانه نیروهای خود شدند. بعد از اینکه خبر مرگ مغزی دختر عزیزمان منتشر شد، بسیاری از پزشکان و متخصصان رسما اعلام کردند که این اتفاق فقط به خاطر ضربه به سر او صورت گرفته که این گونه در حد اقل 2 ساعت وی به کما رفته که ناشی از خونریزی داخلی بوده است. اما مجدداً با انکار و دروغ مثل همیشه از جانب دولت جمهوری اسلامی، مقامات نظامی و انتظامی روبرو شدیم و اینکه چه تهدیدهایی و دستگیری‌هایی در پی انتشار اطلاعات حال عمومی و یا دلایل به کما رفتن او و حتی حذف اطلاعاتی از سایت خود بیمارستان کسرا صورت گرفت. دولت جمهوری اسلامی بیکار ننشسته و به حذف بسیاری از اطلاعات و شروع به نمایش مضحک فیلم تقطیع شده که پلیس امنیت اخلاقی از سازمانی که از زمان بازداشت پلیس امنیت در اختیارشان گذاشته بود و توسط رسانه تحت اختیار حاکمیت ولی فقیه هست منتشر شد که از زمان بازداشت تا بیهوشی او سعی در پنهان کردن اصل و حقیقت کشته شدن
شینا امینی. از زمان بازداشت تا زمان بیهوش شدن او سعی کردم که به نوعی این حقیقت آشکار رو که هر کسی میتوانست متوجه آن باشد را منکر شدم. اما با توجه به اینکه بسیاری متوجه این امر شدن برخلاف نظریه های دروغین جمهوری اسلامی و با بررسی و تحلیل اخبار دروغین تشت رسوایی آنها را به زمین انداختم. بعد از خبر کشته شدن جینای عزیز بسیاری از مردم تهران در مقابل بیمارستان کسرا تجمع کردند و خواهان پاسخگویی جمهوری اسلامی به این فاجعه و جنایت شدند. اما طبق همیشه با نیروهای سرکوبگر حکومتی روبرو شدند و بسیاری نیز در همان روزهای اول دستگیری شدند. جمهوری اسلامی بارها بعد از کشته شدن مهسای عزیز خانواده وی را تهدید به سکوت کرده و حتی تهدید به عدم برگزاری مراسم خاکسپاری او شدند. اما مادر، پدر و برادر او شجاعانه صدای خود و مخالفت خود را در مقابل اخبار جعلی و دروغین جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کردند. مردم سقز با حضور گسترده خود در مراسم خاکسپاری جینای امینی عزیز به اعتراض این جنایت علیه جمهوری اسلامی به پا خواستند و با شعار ژنژیان آزادی تجمع و تظاهرات کردند که این تظاهرات لحظه به لحظه گسترده تر شد. محله به محله و شهر به شهر صدای مردم بلندتر شد و از آنجا حمایت ها با هشتگ مهسا امینی آغاز گردید. صدای مردم ایران به سراسر دنیا رسید. تقریبا تمامی کشورها از کشته شدن جینا امینی اندوهگین شدند و به هر انسانی با هر پست و مقامی و یا با هر شهرتی از افراد شناخته شده در سراسر دنیا دست به حمایت از زنان ایران و مبارزین داخل کشور زدند و خود را در کنار آنها نامیدند. اما در دقیقاً در زمانی که این اتفاقات در ایران افتاده بود، همطور که همه دوستان میدونید، رئیس جمهور ایران در سازمان ملل وی در اون زمان با اصراری که در کشور ایران عدالت برقرار است و با عنوان اینکه کشور آزادی است و آزادی بیان وجود دارد سخنرانی کرد. اما در مقابل سازمان ملل بسیاری از ایرانیان تجمع کرده بودند و هم به حضور این آقای رئیسی در سازمان ملل اعتراض داشتند و هم به صحبت‌های او و این تجمع توسط بسیاری از هنرمندان ایرانی خارج از کشور صورت گرفت با دعوت از اونها. و مواردی که در اون لحظه اتفاق افتاد، علی‌رغم صحبت‌های رئیسی در سازمان ملل مبنی بر آزادی در ایران، در مقابل خبرنگاری که اعلام کرد که با حجاب اجباری او با او صحبت نخواهد کرد، گزارش انجام نشد. و همچنین در برنامه بعدی که خبرنگاری با حجاب اجباری در مقابل رئیسی به گفتگو با او نشست و همچنین در صحن سازمان ملل بسیاری از کشورها ابراز همدردی و ناراحتی و همچنین محکوم کردن جمهوری اسلامی به کشته شدن مهسا امینی را ابراز کردند و بسیاری نیز با اعتراض به این مسئله صحنه سازمان ملل را ترک کردند و بسیاری از ظلم 44 ساله اونها به زنان ایران نیز صحبت کردند. اما راجع به اقدامات مردم صحبت کنم، به صورت تیتروار میگم که در مقابل نیروهای سرکوب مردم بسیار شجاعانه که اکثرا سنین کم، سنین دهه 70 و 80 و البته برای اینکه تفکیک نکنیم این اعتراضات مردمی رو، همراه با بزرگترها، پدر مادرها و خانواده ها صورت گرفته که بیشتر این تجمع رو زنان و با حمایت مردان تشکیل دادن.
در این اتفاق بسیاری از هموطنانمون کشته شدند. بسیاری از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علامه، صنعتی شریف، الزهرا و دانشگاه سمنان به اعتراض برخواستند. تظاهرات مردم ایران در سراسر دنیا توسط ایرانیان در کشورهای آلمان، بریتانیا، دانمارک، وین، آمریکا، تورنتو، ایتالیا، یونان و بسیار دیگر از کشورها صورت گرفته. و در واقع حمایت‌ها از کلیه کشورها توسط افراد مشهور، سلبریتی‌ها و مقام‌های دولتی در بسیاری کشورها همچنین صورت گرفته. دستگیری هایی که در ایران صورت گرفته، روزنامه نگاران، عکاسان، خبرنگاران، فعالین مدنی، کنشگران، معترضین و بسیاری از کسانی که در اعتراضات گذشته محکومیت داشتند و حتی آزاد شده بودند، اونها هم دستگیر شدند. آقای حسین رونقی اگر اشتباه نکنم در حین مصاحبه‌ای که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت در همون زمان اعلام کرد که مامورین به خونش ریختن که اون رو دستگیر کنن و به صورت آشکار و لایو همه مشاهده کردن این مسئله رو. اما دوستان، من در مورد واکنش ها و اظهار نظرها میخوام بگم که صدها تن از در واقع هنرمندان کشور ما، ورزشکاران کشور ما به حمایت از مردم ایران یا از اون در واقع سمتشون، چه در دانشگاه، چه استاد دانشگاه و چه هیئت علمی دانشگاه بودن و یا هنرمندانمون، ورزشکاران ملیمون و بسیاری دیگر به خاطر مردم ایران استعفای خودشون رو اعلام کردن، کنارگیریشون رو حتی از تلویزیون جمهوری اسلامی کنارگیریشون رو اعلام کردن به حمایت از مردم و اعلام کردن که با مردم هستن. احمد حسین فلاحی نماینده همدان هم تو مجلس با دروغ خواندن اظهارات پدر مهسا امینی در مورد وضعیت سلامتی اون گفت که این مرگ مهسا امینی سناریویی برای ساختن یک ندا آقا سلطان دیگر هست. جلال رشیدی عضو مجلس شورای اسلامی ضرب و شتم مهسا امینی توسط گشت ارشاد رو تکذیب کرد. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در اظهار نظری جانباختن مهسا امینی رو با بیان اینکه مهسا در تهران جراحی مغز انجام داده بود و وجود هر گونه آثار ضرب و شتم در بدن او رو تکذیب کرد. شماری از چهره‌های سیاسی به مرگ مهسا امینی، تداوم اعتراضات در این خصوص و سرکوب آنان واکنش نشون دادن و فکر میکنم که آقای جاوید رحمان هم گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل هم قانون اجباری بودن حجاب اجباری رو در ایران با شدیدترین لحن محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسلامی در ایران خواست تا به اجرای این قانون پایان بده. بسیار موارد زیاد هست همطور که عرض کردم و میدونم همه شما در جریان هستین که چه اتفاقاتی تا اینجا افتاده و من نمیخوام به دونه دونه اینا بپردازم که در واقع حالا جای صحبت شما عزیزان گرفته بشه. اما در انتها من میخوام فقط این رو اعلام بکنم دوستان که تمامی اتفاقات از اعتراضات، دستگیری ها، کشته شدن ها و اون نحوه برخوردی که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در خیابان ها با مردم ایران داره انجام میده تماما نقض این موارد هست. ماده 1، همه آزاد و برابر به دنیا آمدند. ماده 2، عدم تبعیض. ماده 3، حق حیات برای همه. ماده 4، بردهداری ممنوع. ماده 5، شکنجه ممنوع. ماده 6، ارزش انسانی در همه جا. ماده 7، همه در برابر قانون مساوی هستند. ماده 8، رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده 9، عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی. ماده 10، حق محاکمه قانونی برای همه. ماده 12، عدم دخالت در احوال شخصی.
ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 21 حق دموکراسی و ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. و من یک ماده دیگه هم اضافه میکنم بهش، حق اعتراض، حق خونخواهی و حق مطالبه گری. و از اونجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به نوشته شدن اینکه موازین جمهوری اسلامی درش درج شده و مهسای امینی و اعتراضات داخل کشور برخلاف موازین جمهوری اسلامی است، من قانون اساسی رو به احترام روح این عزیزان کشته شده نمیخونم. ممنون از شما دوستان که همراه. بسیار متشکریم، بسیار سپاسگزاریم از شما بانو بیرجندی، سمانه بیرجندی محترم، از اینکه این اخبار رو بازگو کردید برای همراهان ما. عرضم به حضورتون که اخباری که بازگو شد باید اضافه کنیم که اضافه نمی کنم آقای سبزیان قبلش صحبت کنن، صحبت من بعد از ایشون. بفرمایید جناب سبزیان، در خدمت هستم. درود و عرض ادب دارم خدمت همکاران. برای اتفاقات اخیر که اگه بخوایم یه تفکری اضافه کنیم که این جلسه که هیچی، بعد بشیم چند یه ماهی فقط صحبت کنیم. اما تشکر میکنم از خانم بیرجندی که اتفاقایی که افتاد رو گفتن، اما من یه جور دیگه به این قضیه نگاه میکنم که ببینید چه اتفاقایی نیفتاد. مثلا سلبریتی هایی که سکوت کردن، اینا رو نباید فراموش کنیم. اینایی که ما بزرگشون کردیم، ما مردم سلبریتی ها رو سلبریتی کردیم، هنرمندان رو هنرمند کردیم، بزرگشون کردیم، مشهورشون کردیم، اما در کنار مردم، البته خب شاید مثلا هر ساعت تا یه دونه علی کریمی در بیاد، اما خیلی از سکوت کرده. همین بازیکن‌های تیم ملی تو حالت عادی، تو حالت عادی فوتبالی شخصی باشه میدونه تو بازی دوستانه کسی خوشحالی گل نمی‌کنه، خوشحالی بعد گل نمی‌کنن تو بازی دوستانه. بعد اینا تو این وضعیت خوشحالی بعد گل کردن. من نمیدونم اسمشونو، من هموطن نمیتونم بذارم، حالا هر چیزی میتونم باشم، ولی به نظر من هموطن نیستم. ممنون که مایک رو در اختیار دارم. بسیار متشکرم از شما جناب سبزیان عزیز. به صحبتهای بانو بیرجندی اضافه کنیم، کشته شدن مهسای دیگر بانو، حدیث نجفی در کرج، دختر جوانی که سنش کم بود، جای خواهر ما، جای دخترم، با 6 گلوله دنیا باید بشنوه. یک نفر در آمریکا کشته شد، ناجوان مردانه دنیا شنید، این رو هم دنیا داره میشنوه و من خیلی خوشحالم از این روند آگاهی رسانی. و ارزش مدیا که همون چیزی که جمهوری اسلامی هدف قرار داده، دنیا باید بشنوه که یک دختر بچه رو با 6 گلوله کشتن، گلو، سر، قلب، شکم، کتف، دست. به دشمنم 2 تا بیشتر نمیزنن، چه برسه یک دختر بچه. چی میخواسته؟ هیچی، فقط میخواسته که حرف بزن. همین. و پلیس سانسور اعلامیه جهانی را هم نام بردن ماده به ماده. خب اصلا احتیاجی هم فکر میکنم نبود که بخوایم ماده به ماده نام ببریم، باید میگفتیم که نقص فاحش اعلامیه جهانی عبور شد توسط جمهوری اسلامی از 1 تا 3.
به طور کامل و این داره شنیده میشه. همونطور که تمامی بزرگان حقوق بشر به ویژه جناب شفایی همیشه میگن که آگاهی رسانی شاید به لحظه عمل نکنه اما به مرور زمان عمل میکنه، امروز نباید خوشحال باشم ولی یک کوچیک خوشحالم که از سال 88 تا 98 چقدر در آگاهی رسانی پیشرفت کردیم و امروز به ثمره نشست. همون نسلی که خیلی ها پشت سرشون میگفتن این بچه ها بچه های قدیم نیستن، بچه های قدیم یه چیز دیگه بودن، اینا اومدن دارن کاری که نسل 40 سال پیش کرد و جمع میکنن. این کودکان بیگناه واقعا میدونم که کار این ماه و ماهای آینده کمیته دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان واقعا زیاده، چون که کف خیابون فقط کودک و نوجوان از 10 ساله گرفته تا 17-18 ساله، حالا 2-3 سال بالا پایین. صحبت های جناب آقای سبزیان بنده کاملا باش موافقم. تیم ملی ما متشکل شده از 2-3 نفر در داخل ایران و بقیهشون فوتبالیست های خارج از ایران. ما تیم ملی به عقیده من دیگه نداریم. تیم ملی ما اون عزیزانیه که از تیم های ملی دارن خداحافظی میکنن که نمونهش همین امروز صبح فکر میکنم یکی از بازیکن تیم ملی هندبال بود، یک بانوی بازیکن تیم ملی تکواندو و و و سلبریتی ها، بازیگرایی که آقای کیمیایی خط قرمز رو براشون مشخص کرد که بوی بدی داره می. ولی باز هم یک سری هنوز سکوت کردن، یک سری که باید بگیم بیشترش. خب دوستان اگر راجع به این گزارش و تحلیل نظری انتقادی صحبتی ندارن میریم به قسمت بعد. سخنرانی داریم با عنوان چرا مهسا نماد اتحاد و همبستگی ایران شد، با اجرای بانو شراره محبودی. بانو محبودی اگر دستتون رو بالا کنید من باز کنم مایک شما رو، بسیار متشکرم. شد بسیار عالی، بفرمایید در خدمتون هستیم. درود خدمت همه همکاران عزیزم، افرادی که از طریق لایف ما رو میبینن و افرادی که بعدتر این ویدیو رو خواهند دید. این روزها قتل حکومتی مهسا مردم رو به مرز انفجار رسونده. مهسا یا همون جینا امینی یک نماد و زن، زندگی، آزادی یک شعار که تمام مردم ایران رو فارغ از جنس، دین و قومیت و طبقه در یک جا جمع کرد تا همگی با هم نه بگن به جمهوری اسلامی و نه بگن به برده‌داری. و من شراره محمودی شاید بشه گفت یک جینای قصر در رفته از دست حکومت اسلامی و گشت ارشاد، چون که من هم مثل مهسا همونجا توی چنگ این مأمورهای گشت ارشاد افتادم در گذشته و قبل از اینکه بخوام سواره بند کنن منو با مشت توی سرم کوبیدن، همونطور که بیشک توی سر خواهرم مهسا کوبیدن، با مشت من رو سوار کردن، من رو به وزرا بردن و من رو هم تحقیر کردن، من رو هم کتک زدن، من رو هم بازداشت کردن. و برای همین میتونم بگم که شاید من با شانس بودم که یک جینای قصر در رفتم و الان اینجا میتونم در مورد این مسئله با شما حرف بزنم. و خیلی خیلی مرگ جینا و این اتفاق برای من تلخ بود و یادآور روزهای تلخی بود که توی تمام سالیانی که توی ایران زندگی کردم همه اون حجمه رو اومد و یادآوری کرد برای من و روزهای سختی مثل همه شما ها که گذروندید من هم گذروندم. من امروز تصمیم دارم در خصوص این که چرا جینا نماد اتحاد مردم شد صحبت بکنم. من فکر میکنم اون چی که باعث شد وجدان جامعه به این شکل تکون داده بشه، اون چی که ملتی رو در سوگ مهسا این چنین
سوگوار کرده و این بغض و ناراحتی رو به وجود آورده، چیزی که باعث شده نه تنها در مرزهای ایران که فراتر از مرزهای ایران این اتفاق اینقدر صدا کنه و توی یک سری واکنش‌هایی در سطح جهانی ما داشته باشیم، علاوه بر خشم و تأثیر گسترده ناشی از قتل مظلومانه مهسا، احساس همسرشتی، تأکید می‌کنم همسرشتی و همزادپنداری دوستان، هر آنچه که دل ما رو به درد میاره همدردیه، همدلیه، همزادپنداریه. چطور همه مردم تونستن با مهسا همزادپنداری کنن؟ در ادامه براتون توضیح میدم. اولین مسئله تبعیض جنسیتی. در وهله اول ژینا یک زن، نماد هزاران هزار زنی که قربانی سیاست‌های ضد زن حکومت اسلامی بودن، از شیلر رسولی تا مونا حیدری ها، تا رومینا اشرفی ها و ریحان جباری ها و ثریا منوچهری ها و هما دارابی ها و زهرا بنی یعقوب ها و هزاران زن ناشناخته که قربانی بدحجابی، کودک همسری، تجاوز و قتل های ناموسی و قتل و اعدام در زندان ها و خارج از زندان ها و یا خودکشی و خودسوزی در اعتراض به این وضعیتی که براشون غیر قابل تحمل بوده. بله، میتونیم بگیم که ژینا نماد تمام این زنها و نماد 43 سال سرکوب و ظلم سیستماتیک به زنها بوده. زنان ایران با همچین گذشته‌ای با مهسا احساس همزاد پنداری کردند، چون میلیون ها زن ایرانی در تراژدی مهسا زندگی به تاراج رفته و در مسلخ تمامیت خواهی واپسگرایی جمهوری اسلامی رو به نظاره نشستن توی روزهای گذشته. از یه طرف دیگه پدران، مادران، برادران بیشماری نگران شدن که وضعیت مشابه گریبانگیر دختران، همسران و خواهران خودشون رو بگیره. اونها هم همزاد پنداری کردن. دوستان، بنیادگرایی اسلامی شیعه محور که خیشاوندی نظریه و گفتمانی با نگرش‌های طالبانی و داعشی داره، توی همه این سالها با حجاب اجباری باعث خدشه‌دار شدن کرامت انسانی اکثریت زنان ایرانی، یعنی نیمی از جامعه ما شده. درسته که شاید وقتی که داریم توی این تیترا نگاه می‌کنیم، توی لیست چیزی که اعلام شده افراد کمی رو ما می‌بینیم که کشته شدن، ولی من میخوام به شما بگم روانهای متلاشی شده و آزرده توی این 14 گذشته خیلی عدد بزرگیه. کم باشت این زجرهای پیدا و پنهان خیلی پهنه بزرگی داره نسبت به اون قتلهایی که اعلام شده و شما میتونید توی این روزها نمودش رو ببینید، توی تک تک حرکات نمادینی که زنهامون دارن انجام میدن، توی شکل پیشگام شدنشون توی این اعتراض که من دیگه بهش نمیگم اعتراض، من بهش میگم این یک انقلاب زنان است و چون دیگه اینجا زنها نمیخوان چیزی رو یعنی نمیخوان دفاع کنن از چیزی، میخوان چیزهایی رو که ندارند اونها رو هم به دست بیارن که من در ادامه توضیح میدم در موردش. اگه توجه کرده باشین، اصلا این نخستین باری هم نیست که حالا اگه در مورد گشت ارشاد بخوایم صحبت کنیم، یه دختر جوانی قربانی بیداد و نگرش طالبانی حکومت اسلامی شده. ما قبلا زهرا بنی یعقوب هم داشتیم که بر دقیقاً به خاطر امر به معروف و نهی از منکر فوت شدن، و توی همین چند وقت پیش سحر خدایاری و دختر آبی رو داشتیم. ما هما دارابی رو داشتیم که خودش رو سوزون دقیقا توی تدریج برای حجاب، به خاطر حجاب. و میتونیم بگیم توی 40 سال گذشته با استبداد سیستماتیکی که ما روبرو بودیم، مثلا ما با شرایطی روبرو بودیم که اصلا این واقعا دوست دارم این رو بگم، اگر خاطرتون باشه آیت الله خمینی انقدر سختگیر و حساس بود که توی یه برهه خواهان اعدام یک زنی شده بود که توی یک برنامه رادیویی در پاسخ سوال مجری گفته بود که الگوی کنونی زن ایرانی اوشین قهرمانه که یک سریال ژاپنی بود، و نگفته بود فاطمه زهراست که
حتی آیت الله خمینی گفته بود که اگر مسئولان برنامه فوق آمدانه این بحث رو مطرح کردن اونها رو باید اعدام کنن، که توی اون دوره محمدی هاشمی رفسنجانی میاد و این رو حکم فراغذایی ولی فقیه میاد یه حرکت رو میده و حالا این اجرا نمیشه. میخوام بهتون بگم ببینید که چه ظلمی شده و چقدر خفقان بوده توی جامعه ما. من برمیگردم به سوال چرا ژینا نماد اتحاد شد. این بار میخوام از تبعیض قومیتی براتون بگم. ژینا یک دختر کرد بود. ما میدونیم که قومیت ها چطور مورد تبعیض قرار میگیرن و چه لقب هایی بهشون میدن. تجزیه طلب، به هر دلیلی محروم هستن قومیت ها توی جامعه ما. میخواد کرد باشه، میخواد بلوچ باشه، میخواد عرب باشه، هر کدوم از این قومیت ها اونها هم مورد ظلم سیستماتیک ایران قرار گرفتن و این افراد هم همزاد پنداری کردند با ژینا. از تبعیض قومیتی که بخوام بگذرم، میخوام در مورد تبعیضی که به اقلیت‌های دینی میشه بگم. مهسا یک اقلیت دینی هم جزء یکی از اقلیت‌های دینی بود و ما میبینیم که توی همه این سالها اقلیت‌های دینی مورد تبعیض نظام جمهوری اسلامی بودن. فرقی نمی‌کنه که سنی باشی، مسیحی باشی، یهودی باشی، بهایی باشی، که بهایی‌ها رو ما می‌بینیم از اولیه‌ترین حقوق انسانی خودشون هم برخوردار نیستن، حتی حق تحصیل هم ندارن. همه این اقشار هم با مهسا هم ذات‌پنداری کردن و این شد که مهسا دیگه یک دختر کرد نبود، مهسا دختر ایران بود. و ما دیدیم که تمام شهرها به خاطرش به پا خواستن و از همه مهمتر و از همه مهمتر و از همه مهمتر ژینا فرزند کسی بود؟ ژینا فرزند کسی بود؟ مثل پویا بختیاری که گفت من هم پسر کسی هستم، من هم دختر کسی هستم، مثل تمام خانواده هایی که از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی ایران عزیزی از اونها توسط جمهوری اسلامی کشته شده، به قتل رسیده، مثل نوید افکاری، مثل پویا بختیاری، مثل همه مادرهای دادخواه که ما داریم هر روز میبینیمشون، هر روز میبینیمشون، مثل ستار بهشتی و و و کم نیستن. اگه بخوایم بگیم باید بشینیم و ساعتها و ساعتها نام ببریم. میتونیم از اعدامهای دهه 60 بگیم که حتی این خانواده ها جنازه های فرزندانشون رو هم نگرفتن. میتونیم از سرکوبها، زندانی شدنها و اعدام هایی که توی تظاهرات سالهای 78-88 بود بگیم. میتونیم از 1500 خانواده داغدار آبان بگیم. میتونیم از پرواز 752 اوکراین بگیم که هرگز نبخشیدن، که اینها نه هرگز بخشیدن و نه هرگز فراموش کردن. اینها هم اضافه کنید، همه این افراد هم با مهسا و خانواده مهسا همزاد پنداری کردن، چون همه اینها زخمی یک تبر بودن، جمهوری اسلامی. هر کسی به شکلی اومد و اضافه شد. این شد که یک ملتی به پا خواستن. 8 روز از این قیام ملی میگذره، ما باید بهش بگیم قیام ملی. تقریبا 83 شهر و 25 منطقه توی تهران درگیر این اعتراضات بودن. اکثریت سنی که ما داریم میبینیم به قول دوستمون کودکان و نوجوانان هستن. میگه خودشون گفتن ما 16 میلیون نفریم، حقمون رو میتونیم بگیریم، ما خودمون رو آزاد میکنیم. خیلی از تحلیلگرا بهش میگن مادر جنبش ها، خیلی ها بهش میگن انقلاب زنانه. این اتفاقی که افتاد خیلی فرق داشت با همه اعتراضاتی که ما داشت ما دیده بودیم تا الان توی سیستم و سرکوب هایی که شده بودیم. یعنی چیزی نبود که ما بخوایم بگیم آره من هم دیدم این رو. همه ماهایی که اینجا نشستیم من اطمینان دارم که یک روزی اعتراض کردیم، یک روزی به خیابان رفتیم و یک روزی سرکوب شدیم و یک مطالباتی داشتیم. در ابتدای انقلاب اصولا افراد دانشجوها بیشتر دنبال مطالبه گری بودن و مطالبات بیشتر سیاسی بود.
یک کمی که ادامه پیدا کرد تو سالهای اخیر ما دیدیم که افراد و اعتراضاتشون مطالبات اقتصادیه، ولی ما توی بحث مهسا مطالبات اجتماعی داشتیم. نه اینکه بخوام بگم ما فقط و فقط مطالبات اجتماعی داشتیم، نه، ما هم مطالبات اجتماعی داشتیم و هم مطالبات اقتصادی داشتیم و هم مطالبات سیاسی داشتیم. دیگه شما فکرشو بکن خفقانه، دیگه چی داریم؟ ما هیچ چیزی نداریم برای از دست دادن. اگر شما دارید میبینید که مردم به این شکل میریزن توی خیابون، به این شکل دارن سرکوب میشن و فرداش دوباره میان توی خیابون و دیگه و دیگه و دیگه، اگر نماز جمعه ای برگزار میشه و اگر امام جمعه ای و اگر امام جمعه ای میاد تهدید میکنه و اگر تهدید میکنن که ما شما رو میکشیم، ما شما رو سرکوب میکنیم، ولی اونها باز هم به خیابان میان، به خاطر همه این اتفاقاته. باور کنید که این ملت مستحق آزادیان و این ملت هیچ چیزی برای از دست دادن ندارد دیگه. هیچ چیزی نداره که بگه من به خاطر اینکه این رو از دست بدم الان نرم تو خیابان. ما متوجه این میشیم که این اعتراضات از نظر شدت و مردمی که توی خیابان هستن، از نظر تند بودن شعارها، یکی از مهمترین اعتراضهایی که تا به الان جمهوری اسلامی به خودش دیده و برای همینه که همه ما امیدواریم و فکر میکنیم چند گامی بیشتر نمونده تا آزادی، برای اینکه برگردیم به وطنمون و وطنمون رو بسازیم بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر اساس کرامت انسانی. یک سری تفاوت‌های این اعتراضات نسبت به اعتراض‌های دیگه داشت و اونها یکی از مهمترینش این بود که پیشگامی با زنان بود. این زنان بودن که شروع کننده این اعتراضات بودن و ادامه دهنده این اعتراضات هستن. ما می‌بینیم دخترانمون چطور به خیابان میان و چطور در روی ماموران می‌ایستن و هیچ ترسی هم ندارن. لحظه ای که اون دختر توی دانشگاه الزهرا روبروی مامورای سرکوب گشت ارشاد فاتح کماندوها ایستاده، اصلا مو به تن من سیخ میشه. لحظه ای که میشنوم دختری توی دانشگاه شهید بهشتی مغنش رو آتیش زده، من هم مخالف حجاب اجباری بودم، من هم براش اذیت شدم، ولی هیچ وقت این کارها رو نکرده بودم به این شکل با این جسارت. دختری رو میبینیم که رفته روی ماشین ایستاده و داره میگه من جمهوری، روی ماشین پلیس وایستاده و میگه من جمهوری اسلامی رو نمیخوام، نه به جمهوری اسلامی. خیلی صحنه های عجیبی رو دیدیم، خیلی صحنه های غریبی رو دیدیم که شاید خودمون هم باورمون نشه. یعنی یک جوری همه جامعه توی شوکه. یک شبه اتفاق افتاد، به قولی فکرش هم نمی کردیم این جوانها و این نوجوانها بخوان بیان و همچین کارهایی رو بکنن. از نظر تحلیل نکرده بودیم، پیشبینی نکرده بودیم و این خیلی یکی از نکاتی بود که میتونیم بگیم تا به حال ما نداشتیم. یک همبستگی عجیبی ما توی این اعتراضات داشتیم و از هر طبقه اجتماعی، از هر قشری توی جامعه، توی این تظاهرات هم دانشجوها بودن، هم اصناف بودن، هم افراد از طبقات اجتماعی مختلف بودن، هم شهرهای مختلف بودن و از همه مهمتر اپوزیسیون، فعالان مدنی، هر کدوم با هر گرایش فکری، با هر تفاوت فکری که داشت، این بار اومدن دست به دست هم دادن، بیانیه دادن و این اتحاد خیلی عجیبه. یعنی چطور میتونست یک مرگ باعث این اتحاد بشه؟ شاید جمهوری اسلامی اون لحظه‌ای که داشت ظلم میکرد به مهسا و باعث مرگ مهسا شد و بعد انکارش کرد، هیچ وقت فکر نمیکرد که خانواده مهسا مقاومت میکنه و هیچ وقت فکر نمیکرد که ما میتونیم، ما یاد گرفتیم، ما فهمیدیم، ما بلد شدیم که چطوری صدامون رو برسونیم به گوش جامعه جهانی. ما مالکشه های جمهوری اسلامی رو خوب شناختیم و میدونیم کجاها و توی کدوم مدیاها حرف میزنن و ما بلدیم با اون ویدیوهایی که به دستمون میرسه در خارج از ایران امتداد صدای هموطنامون باشیم. یک هماهنگی عجیبی بین افرادی که خارج از ایران و افرادی که داخل از ایران بود و این خیلی عجیبه. یعنی شما فکر کنید ما هممون با تمام وجود میخواییم اینها برن، با تمام وجود، جز افرادی که الان دارن سرکوب میکنن که درصد خیلی کمی دارن، بقیه ملت همه، هر کسی از دستش هر کاری که برمیاد انجام میده. به شکل عجیبی الان نزدیک 80 میلیون شات رد کرده باشه، ریتوییت شده
و جامعه جهانی متوجه این ظلم شده و هنوز هم ادامه داره. ما توی تمام شهرها داریم تجمع و تظاهرات رو میبینیم و یک هماهنگی خیلی عجیبی توی مردم هست که این آدم رو شگفت زده میکنه، انگار که ماها تمرین کردیم و الان داریم خیلی خوب بازی میکنیم، خیلی هماهنگ، خیلی خوب میتونیم به هم دیگه پاس بدیم. جسارت مردم واقعا قابل تحسینه، انگار که خشم مردم از ترسشون خیلی بزرگتر شده. مردم بلد شدن که دفاع مشروع کنن، مردم دیگه فرار نمی کنن، دیگه سکوت نمی کنن که بزنن توی سرشون، مردم دفاع مشروع می کنن. با همون دستای خالیشون هم که شده اون نیروی سرکوبگر رو عقب به عقب برمیگردن و دارن می جنگن. یعنی من فکر می کنم که واقعا یک جنگ داخلی توی ایران ما باهاش مواجه هستیم. و توی این اعتراضات هماهنگ نیروهای خارج و داخل رو گفتم، افراد کنشگر ما به زبانهای مختلف دارن مقاله میدن، دختران به شکل نمادین دارن موهاشون رو کوتاه میکنن، پسرها دارن موهاشون رو کوتاه میکنن. اون پسر بچه‌ای که معلول بود و نمیتونست بره بیرون و از مامانش خواسته بود که موهای منو کوتاه کن تا من هم کاری کرده باشم. یعنی این خشمی که توی این همه سالها ما داشتیم، هر کدوم داریم به شکلی خشم و اعتراضمون رو به جمهوری اسلامی نشون میدیم و به جامعه جهانی نشون میدیم و داریم میگیم که ما شما رو نمیخوایم و ما یک جامعه ای با یک قوانین و قوانین دیگه با بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر میخوایم. و رژیم هیچ وقت فکرشو نمیکرد که ژینا با مرگش نماد بشه، ولی با مرگش نماد شد و با مرگش باعث اتحاد ما شد با شعار زن زندگی. و این شد که ما به اینجا رسیدیم. و حالا من زیاد سعی میکنم از بحث تایتل خودم جدا نشم و باز یک جنبندی داشته باشم که مهسا به دلیل تمام ظلم‌های سیستماتیکی که جمهوری اسلامی به ما کرد، به خاطر تبعیض‌هایی که تو این همه سال‌ها به مردم ایران داشت، باعث شد که نماد بشه و این اتفاق در جامعه ما روی بده. در زیر تایتل همینجا سخنرانی خودم رو تموم میکنم و مشتاقانه منتظرم که نظرات و صحبت‌ها و کامنت‌های همکاران، دوستانمون و افرادی که تو این جلسه هستن رو بشنوم. ممنون از این که من رو شنیدید. متشکرم از شما بانو شرقی محمودی عزیز، سخنرانیتون، از صحبتاتون، از جنبندی هایی که کرده بودید در مورد اینکه چرا مهسا نماد اتحاد و همبستگی شد. به نظر عقیده بنده یکی از نمادهای اتحاد و همبستگی، چون که در یک تجمعی در همین اروپا صحبت میکردم با یکی از قدیمی های این شهر و اون نفر گفتش که تو جوان، منو بعد از 37 سال از خونه کشوندی دوباره به یک تجمع. گفتم چطور من تونستم همچین کاری رو بکنم؟ گفتش به دلیل اینکه زیر هیچ پرچمی نبودی و هدفت آگاهی رسانی بود، به هیچ جا وصل نبودی و حرفت حرف ملت بود. حالا صحبت‌های دیگه هم دارم، ولی اول این فرصت رو میدم به دوستان عزیز. خب جناب آقای محسن سبزیان عزیز، دستشون بالای، نفر اول بفرمایید. برای من نفر اول آقای سبزیان، چون که فکر کنم خواست هستی. آقای لطفی و شایگان. لطفی، بله ببخشید. جناب آقای لطفی، من مایکتون رو آزاد میکنم. بفرمایید. عرض ادب و احترام، البته خب دوستان لطف دارم. یه روزی یه دختری سال 98 جلوی دادگاه خودش رو سوزون و شد دختر آبی برای ایران و اون دختر شد سرآغاز حرکتی که ما امسال تونستیم بانوانمون رو تو ورزشگاه ببینیم. جمهوری اسلامی به زانو در اومد در مقابل دختر آبی و حرکت عظیمی که اون دختر شروع کرد برای هدفی که داشت خودش رو داد. من اسم مهسا رو گذاشتم دختر آزادی، دختر آزادی ایران. حدیث نجفی دختر مبارز ایرانه، حدیثی که موهاشو جمع میکنه
عزمش رو جمع میکنه، میره و 6 گلوله میخوره. بچه های دهه 80 نسل دوباره ایرانه که ایران رو پیروز میکنه، ایران رو میتونم بگم به جلال میرسونه، ایران رو به اون قله افتخارش میرسونه. این حرکتی که این دخترها شروع کردن، قبلا هم گفتم اگه قراره تو ایران اتفاقی میفته و بیفته تا به نتیجه برسه، فقط باید مادرانمون بلنشن، زنانمون بلنشن، دخترانمون بلنشن. و امروز اون حرکت شکل گرفته. امروز مهسا امینی شده تیر آرش، نشسته بر قلب ظلمت و تاریکی و نفسای آخرش رو داره میکشه این نظام خونی. امروز اون به نوعی من واقعا آشوبم، واقعا آشوبم. من مادرم هفته گذشته دست دادم، ولی انقدر که حالم بده برای مردم ایران، برای مادرم ناراحت نیستم. امروز حجاب مهسا روسری مهسا شده بیرق کاویانی، شده اون علم، شده اون نماد برای پیروزی ایران. نزدیک، فقط باید حمایت کنیم، فقط باید پشت مردممون در بیاییم، باید صدا و تصویر مردممون باشیم. و جهان، نه حکومتش، بلکه مردم جهان به حمایت خودشون ادامه بدن، که دولت مرداشون زمینگیرشن و از حمایت این حکومت فاسد دست بردارن. ما بتونیم اون اقلیتی که با قدرت و ظلم و ستم و اسلحه دارن اکثریت رو از پا در میارن، اکثریت دست خالی رو نابود کنیم. به امید پیروزی. من ممنون از وقتی که به من دادید. خیلی متشکرم جناب لطفی عزیز. ما هم به شما تسلیت میگیم. روح مادر عزیزتون شاد و راهشون روشن. خب نفر بعد جناب آقای رضا شایگان، بفرمایید، دستتون بالاست، در خدمتتون هستم. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران. من تسلیت نمیگم برگ ژینا رو، چون تسلیت گفتن نداره واقعا، چون فکر کنم که تسلیت برای رژیم جمهوری اسلامی باید گفت. مرگ ژینا برای ما یک نماد بود، برای مردم ایران یک نماد بود. و من از خانم محمودی عزیزم تشکر میکنم که این موضوع سخنرانیش رو عنوان کردن. من چند تا نکته رو میخواستم اضافه کنم. یکی اینکه نکته ای که به آقای سبزیان اشاره کردن، سلبریتی ها، من خواستم عدم حمایت اصناف و بازاریان رو اضافه کنم. متاسفانه ایشون، اینا هم چرک جور، من یک روز حتی نتونستم مغازه‌هاشون رو ببندم و با مردم باشم. موضوع دوم حمایت مردا بود از بانوان عزیز. ما داشتیم میدیدیم که تو ویدیوها مردان چطور از خانم‌ها دفاع میکردن و حمایت میکردن، این خیلی عادی بود. موضوع سوم هم قول بیشاخ و دومی بود که جمهوری اسلامی برای ما ساخته بود در مورد اقوام مختلف که تجزیه طلب هستن. ما دیدیم که توی تبریز از کردها حمایت کردن و گفتن که آذربایجان حامی کردستانه. این خیلی شعار بزرگی بود و حرکت نمادین بسیار خوبی. همین چند مورد خواستم اضافه کنم به این موضوع و مایک در اختیار شما میذارم. ممنونم. بسیار متشکریم از نقطه نظراتتون جناب شایگان عزیز. بله دقیقا همینطوره. بانو محبودی اشاره‌ای در قسمتی از صحبتشون کردن در مورد اعدام‌های 67، موردی که هنوز که هنوزه نظام جمهوری اسلامی ازش وحشت داره و همینطور فراخوان‌ها، صحبت‌ها، سخنرانی‌ها و اطلاع رسانی‌هایی که خود ما در کانونمون در مرداد ماه گذشته انجام دادیم، خبر رسیده که کلن قبرستان خاوران رو بستن و میخوان تغییر کاربری بدن. عرضم به حضورتون که یک مورد دیگه در مورد آگاهی داشتن عزیزان نوجوان و جوان ما. فکر نمی کنم که هم نسلی های ما وقتی که نوجوان بودیم میدونستیم که چند نفریم در کشور و
و دنبال این چیزا نبودیم. این که در گوشه یه سخن رو میشون گفتن که ما بیش از 16 میلیون نفریم، اینه که این واقعا یک رمز پیروزی. خب نفر بعد جناب آقای مرداد یگانه عزیز، دستتون بالاست، بفرم. شما این دیگه شد. خیلی ممنونم از خانم محمودی گرامی. من فقط یک کوچیک یه سری موارد اینجا نوشتم. برای من مهسا فقط یک زن نبود. مهسا برای من ایران بود. مهسا برای من فقط جوان نبود. پیر، جوان، زن، مرد، کرد، لور، بلوچ، ترک، تمام قومیت ها بود. و خواهشی که دارم، ما الان هممون مهساییم و با چیزهایی که باعث بشه حتی کوچکترین تفاوت نظر باشه تو این هدفمون، نیام بذاریمش زنان، نیام بذاریمش، ما الان ایرانیم. این حرکت، حرکت ایرانه. مهسا برای من ایرانه. یه ایران بلند شده، یه ایران داره اعتراض میکنه، یه ایران الان توی خیابون. من یک موردی هم، البته اینجا در جلسه خود نمایندگی جنوب آلمان گفتم، حیفم اومد اینجا نگم و عذرخواهی هم میکنم که برای دوستانی که تو نمایندگی جنوب بودن تکرار میشه. یه جوانی فکر کنم 17 سالش بود توییت کرده بود اینو. البته دوستان نمایندگی جنوب مسلما عذرخواهی میکنم که دارم تکرارش میکنم، چون باید گفت این جمله واقعا اصلا غیر قابل وصف بود، چون من اصلا نمیتونم اسمو واقعا بگم در موردش. جمله خیلی سنگینه. یک جوونه فکر کنم 18 ساله توییت کرده بود یا میرم کشته میشم و انگیزه میشم برای بقیه، و یا این که میرم بازداشت میشم و جای یک نفر رو در زندان میگیرم تا کس دیگه ای بازداشت نشه. برای من هنوز غیر قابل درک. من نمیفهمم چون. و همین جمله است که من امیدوار کرده. همین حدیث نجفی ها هستن که من امیدوار کرده. همین جوان ها هستن که وای میستن و تیر ساشمهی میخوره تو کمرشون. من تک تک افرادی که الان در خیابان هستن و دارن اعتراض میکنن و دارن برای ایران، برای آزادیشون میجنگن با دستهای خالی، و من افتخار میکنم بهشون. من مایک رو آزاد میکنم که 3 دقیقه وقت بقیه دوستانم بتونن صحبت. بسیاری متشکریم از شما جناب سبزیان محترم. عرضم به حضورتون که خب دوستان، برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن و عزیزانی که ما رو به تازگی به صورت لایو آنلاین دارن تماشا میکنن، بازگو میکنم که امروز ما در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در قالب نمایندگی های منطقه جنوب آلمان، شمال آلمان، اروپا، آسیا و شرق اروپا گرد هم اومدیم و عنوان اصلی این فراخوان پیشمون هستش: اعتراض سراسری در ایران. امروز یک شنبه 25 سپتامبر سال 2022 این فراخوان در ساعت 19 به وقت اروپا مرکزی شروع شد. خب میریم به قسمت بحث آزادمون که دوستانی هم که دستشون بالا هستش من میخوان صحبت کنم، به هر حال صحبتشون ربط داره به قسمت بحث آزادمون.
آزاده ما اعتراضات سراسری ایران بر آنچه که مردم بیباک در خیابانها با جان خودشون فریاد میکنند چیزی نمیشه افزود، اما بر همه نویسندگان، هنرمندان، تشکلهای صنفی و فرهنگی، نهادهای آزادی خواه، انجیوهای حقوق بشری و سیاسی و مستقل که حمایت خودشون رو به صراحت و به دور از عافیت طلبی های مرسوم از جنبش آزادی خواهی مردم اعلام می کنند. جنبشی که برای تداوم بیش از هر چیز احتیاج به همبستگی و اتحاد داره. مهسای ما رو کشتن. تمام ایران دادخواه است. علیه حجاب اجباری و جمهوری اسلامی. زنان ایران حجاب از سر بردارید، نماد زور رو، تا دنیا بدونه مورد زوری در فرهنگ نیست. به قول معروف میشه گفتش که تناب داری ابزار شکنجه و قتل‌های بسیاری در 40 سال گذشته ابزار تحقیر و سرکوب شماست. هر جای جهان هستیم، باید با اتحاد و همبستگی به این ذلت پایان بدیم. بیش از این صحبت هم ادامه نمیدم. این سخنانی بود که از دل بر اومد، امیدوارم که بر دل هم بشینه. جناب آقای یگانه عزیز، نفر اول دست شما بالاست، مایکتون آزاده، بفرمایید، در خدمتتون هست. خیلی ممنون از شما و سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران محترم و دوستانی که ما رو در فضای مجازی میبینن. قبل از اینکه حالا بحث آزاد رو بخوایم شروع کنیم، من یکی دو مورد داشتم در رابطه با موضوع سخنرانی سرکار خانم مهبودی. منو تصدیق کنید خانم مهبودی اگر که فامیلتون مهبودی است، چون در دوران ابتدایی ما هم یک همکلاس داشتیم که فامیلیشون مهبودی بود، به همین خاطر من شما رو اینجوری صدا کردم. توی قسمت اول سخنرانیشون فرمودن که خب من اول که متاسفم که خانم مهسا امینی نماد شدن و جون یک انسان باعث شده که نماد اتحاد یک ملت بشه. خیلی متاسفیم که انسان ها باید جون بدن تا نماد بشن. فکر میکنم همون ایرانی بودن، همون اقوام مختلف بودن، همون از رنگ و نژاد و زبان مختلف بودن در کنار همدیگه خودش اتحاد ملت هست و امیدواریم که کسی قربانی نشه تا بخواد نماد بشه. ولی خب من حالا اون بحثی که شما کردین و فرمودین چون اقوام، حالا جزء اقوام مختلف ایران بودن، کرد بودن، در تهران این اتفاق افتاده، من فکر میکنم که به قول حالا همکارمون که در بخش اول گفتن گشت کشتار اسلامی، برای اونا اصلا هیچ فرقی نمیکنه که از چه قوم و از چه نژادی هستن. توی تمام شهرها و توی تمام استانها متاسفانه این یک جور بزهکاری رو میشه بهش عنوان داد. از طرف نیروی انتظامی ما میبینیم که اتفاق میفته. و در بخش دومش هم فرمودین که جزء اقلیت‌های مذهبی بودن، همونجور که ما چندین سال داریم تلاش میکنیم که این اقلیت رو برداریم از نوشتارمون و از گفتارمون. به نظر من حالا مندائیان و بهائیان که شاید میشه گفت جزء کمترین جمعیت جامعه ایران هستند، به نوعی یا به طوری برابر هستند با اکثریت شیعه، با تمام مردم ایران، و ما نمیتونیم هیچ کدومشون رو اقلیت خطاب کنیم. و حالا همینطور هم خواستم تسلیت عرض کنم خدمت آقای لطفی. خب این خودش خیلی غم بزرگی است که مادرشون رو از دست دادن و نشون اتحاد ما هست که حالا با این همه غم و اندوهی که همه ایرانی ها دارن، باز این مسئله اهمیت خیلی بیشتری داره. و حالا بیشتر از 3 دقیقه نخوام صحبت کنم در رابطه با بحث آزاد، من شعر یکی از
شعرهای معاصر کشورمون رو انتخاب کرده بودم که بخونم اگر که اجازه داشته باشم، از فریدون مشیری هستش که در رابطه با حالا کودکی که یک پشه‌ای رو در استکان قرار میده و از اون رو زندانی میکنه. خواستم ببخشید اگر شعرتون رو بذارید بر قسمت بعدی صحبتتون، چون صدقه شما یه چند ثانیه تموم شده، برای دوستان صحبتشون بکنم بعد در قسمت دوم شعر شما رو میشنم. بسیار عالی، پس من مایک آزاد میکنم. خیلی متشکرم از شما. خب خدمتتون عرض کنم که بسیار متشکریم از نقطه نظرهای بسیار مفید جناب آقای یگانه. بانو ناهید حسینی دستشون بالاست، بفرمایید. بانو شما از در خدمتتون هستیم. بفرمایید. بله سلام دارم حضور همه حضار گرامی و کسانی که این برنامه رو میشنوند. من لذت بردم واقعا علی‌رغم این همه ناراحتی که هممون داریم از صحبت‌های خوب دوستان در اینجا، و برای همگی شما برای تلاشتون در واقع برای تأمین حقوق بشر در ایران هست آرزوی موفقیت میکنم. خانم بیرجندی مطالب خبری و به اصطلاح آگاهی بخشی رو مطرح فرمودن و خانم شراری محمودی تحلیل بسیار جالبی از اوضاع ایران دادن. دوستان من فکر میکنم که اگر همون پروسه به اصطلاح از شهر کوچیک سقز، بعد کردستان، بعد ایران و بعد جامعه بین الملل رو در نظر بگیریم، میبینیم همون مسئله زن، زندگی، آزادی رو به عنوان شعار اصلی این جنبش ژینا برای ما معرفی میکنه که به راحتی میشد تشخیص داد در صحبتهای خانم شراره. من فقط میخوام چند نکته رو اضافه بکنم، یعنی صحبتاشون تکمیل بود، فقط یه چند تا نکته رو که شاید باعث بشه که خب ما امیدواریمون بیشتر بشه. در شرایط سختی هستیم، اوضاع ایران بسیار پیچیده است. من امروز تلاش میکردم با هر کسی صحبت بکنم، اینترنت قطع بود. اگر هر کدوم از شما دوستان اطلاعی دارید و میتونید ارتباط بگید، من از تو خواهش میکنم اینجا بگید که اگر هم راهی هست من هم استفاده بکنم. دوستان عزیز ببینید، الان این جنبشی که یک پروسه است، شروع شده، داره به انقلاب میره. به قول دوستان گفتن مادر جنبش هست، کاملا درسته. و آقای سبزیان گرامی، وقتی که یک زن میاد نماد این جنبش میشه، معمولا در جنبش های اجتماعی این اتفاق میفته. مثلا در تونس یک دستفروش نماد انقلابشون شد، در مصر یک وضعیت دیگه ای داشت، در مثلا سودان یک خانم خواننده اومد نماد اون انقلاب شد، در الجزایر به شکل دیگه ای. بنابراین این نمیدونم این پیغامی که گذاشتید برای چی گذاشت؟ آها، برای ایران گذاشتید، ممنونم از شما. در نتیجه این برمان یک نماد ما ازش صحبت میکنیم، و همیشه تحلیل های ما فعالین حقوق زنان این بوده که یک انقلاب زنانه در آینده باش رو برو میشیم، و الان میبینیم که این به واقعیت پیوسته. پس اینکه ژینا نماینده یا نماد این حرکت هست، باید به جای خودش بمونه، در تاریخ ثبت بشه. ولی اینکه همبستگی ایجاد کرده، اتحاد ایجاد کرده، به نظر من این خیلی مسئله مهمیه. وقتی که میان میگیم زن، زندگی، آزادی، هم اون ستم جنسیتی، هم ستم طبقاتی و هم نبودن آزادی ها رو در خودش داره. بنابراین شعار همگی ما الان شده این. و این که دوستان امروز ویدیو اومده بود بیرون، به احتمال خیلی زیاد دیدین همتون، تصمیم گرفته بودن جمعی رو در تهران داشته باشن که با آقای رهبرشون یه بیعت بکنن. حتما دیدین حسینی، جمع‌بندی بفرمایید. چشم. بسیار تعداد کمی اومده بودن، جایی که مثلا در نماز جمعه استقبال نشده بود.
بنابراین میخوام بگم که وضعیتی که الان وجود داره یک وضعیتی هستش که نه به نفع حکومت هست بلکه به نفع مردم هست. میخوان به حق و حقوقشون برسن و من فکر میکنم با توجه به اختلافی که بر سر رهبری دارن، با توجه به اینکه حمایت‌های بین‌المللی زیاد بوده، با توجه به اینکه این هکر ناشناس که خودش از حقوق بشر هست داره کمک میکنه به مردم ما، ما باید منتظر آینده خیلی بهتری چه برای همگی شما و چه برای مردم ایران باشیم. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو به من دادید. متشکرم از صحبت‌های شما بانو حسینی محترم، از صحبت‌های شیوای شما و جنبندی‌های دقیقی که داشتید. دوستان، در ادامه پاسخاتون من یک سوالی رو هم میخوام مطرح کنم که نظرات دوستان رو هم در این مورد بدونیم و من هم بعدا نظر خودم رو میگم. در تجمعهای اعتراضی هموطنان عزیزمون در اروپا در چند روز اخیر داریم مشاهده میکنیم، خیلی هم داره تکرار میشه، حمله به سفارتهای ایران. من خودم نظر شخصی خودم رو دارم، اگر در صحبتاتون عزیزان راجع به این موضوع هم صحبت بکنید که آیا درسته درست نیست این کار توسط اشخاص جمهوری اسلامی داره انجام میشه که شاید بخوان که به مردم دنیا بقبولونن که اون کسایی که در ایران هستن مانند اینها اختشاشگر هستن نه انقلابی. خب نفر اول بانو مرجان، فامیلشون رو ننوشتم، من ملکشون آزاد میکنم. بفرم. سلام. بله درود به شما. بفرم. درود بر شما. زن زندگی آزادی. من این که چرا ژینا نماد شد، خب اشاره شد به تمام زنانی که قبل از ژینا هم بودن، سحر خدایاری و الهام و زهرا که الان زیر حکم اعدام هستن و زنان دیگه‌ای که مظلوم کشته شدن، مثلا مونا در اهواز، مثل رومینا که توسط پدرش به داستان قتل رسید و و و و و من در مجموع اینا میخوام بگم که ما زنان ایران دیگه به اینجامون رسیده بود و مونا اتفاقی که برای ژینا افتاد و ژینا رو یک نماد کرد، این که واقعا دیگه ما به اینجا مون رسیده بود. من توی رسانه های دانمارک ببخشید، در تحلیل هایی که مقاله هایی که نوشته شده بود، یک جمله خیلی برای من جالب بود که نوشته بودن جنبش زنان ایران، زنان ایران که دیگه به اندازه کافی دریافت کردن، یعنی اصطلاحاً یعنی که دیگه واقعا به اینجاشون رسیده. من خیلی خوشحال شدم تونستم تو این جلسه باشم چون که نمایندگان از کشورهای دیگه هستین شما. ما الان وضعیتمون در جامعه بین الملل خیلی وضعیت خاصیه و افکار عمومی کشور مختلف خیلی دارن از ما حمایت میکنن، همینطور سیاستمدار و هنرمنده و غیره. من فکر میکنم تو این شرایط و الان به قول معروف تا تن داغه، ما باید بتونیم یک امتیازی از رهبران کشورهای اروپایی، یک امتیاز از جامعه جهانی ما بتونیم بگیریم که یک تغییر اساسی ایجاد بکنیم. ما باید خواسته هامون از سران کشورهای اروپایی خیلی مشخص باشه و این خواسته ها رو همه با هم از تمام کشورهایی که هستیم پیگیری بکنیم، براشون تجمع بکنیم، تحصن بکنیم، حتی شده اعتصاب قضا بکنیم، بشینیم توی خیابون. الان وقتشه که ما ازشون بخوایم که سفارت، شما در مورد سفارت صحبت کردیم، من میگم نه، ما نباید حمله کنیم به سفارت ها، ما باید بشینیم جلوی سفارت ها بدون حمله، بدون خشونت، اما از راه های درست و مدنی و مستمر و درخواست کنیم که سفارت ایران رو باید ببندید و سفیرای خودتون رو فرا بخونید به کشورها و باید بهشون بگیم که شما نباید جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسید. الان وقتشه که در این مورد ما باید استقامت بکنیم، خواسته ها باید مشخص باشه. اینکه فقط بگین حمایت کنیم فایده نداره. نخست وزیر دانمارک وقتی که رفته بود نیویورک، من براش نوشتم تو
جات سر یک میز کنار یک قاتل جای تو نیست، تو نماینده مردمتی، اون قاتل ماست، تو نباید کنار اون بشینی. یعنی به همین مشخصی، به همین صراحت. من حمایت خیلی زیادی بودم در تجمع دیروزی که خودم برنامه ریزی کردم، اصلا انتظار نداشتم چون واقعا دست تنها بودم، واقعا فکر میکردم 4 نفر بیان، یعنی داشتم التماس میکردم به دوستام و همکلاسیام که شما بیان و من حمایت کنیم، ولی وقتی رفتم اونجا اصلا جمعیتی دیدم، چه ایرانی و چه دانشجویان. من متشکرم، کوتاه میکنم، ولی این خواسته ها رو مشخص کنیم، بنویسیم و با هم به اشتراک بذاریم و درخواست بکنیم ازشون که به خواسته های ما رسیدگی کنن. متشکرم. خیلی ممنون از نظرهای شما. سب جنگ مایکشون رو ببندیم. دوستان ادمین هم یه سلامی عرض کنم به شون، اگر آقای سبزی هم نبود فکر میکنم من خودم بودم تنهایی. ممنون. خب نظرشون رو هم شنیدیم، بسیار هم عالی بود در مورد تحسن و حمله به سفارت و از قتل ها و خودکشی های ناموسی گفتن که اون هم باز افکار افراطی جمهوری اسلامی مسبب اصلیشه که بارها و بارها آگاهی رسانی کردیم در موردش. بانو رهایی محترم بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام و وقت بخیر خدمت همکاران عزیز. من اول 2 بیت از خواجه شیراز رو تقدیم میکنم به جنبش، حالا یا انقلابی که در ایران در جریان هست. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. من واقعا به اون حرفی که خانواده ژینا شاید حالا از روی داغی که داشتن همون اول سر اون مقبره هم که براش نوشته بودن که تو نمیمیری، تو زنده هستی، واقعا بهش اعتقاد دارم. یعنی این اسم رمزی که ژینا برای همه به عنوان نماد گذاشت، حالا یا مهسا، مقاومت، همدلی، سربلندی و آزادیه و از اسمش میشه همه این. ببخشید من واقعا این روزای حال خوبی ندارم و میدونم که هممون البته حال خوبی نداریم و واقعا این اسم رمز و نمادی بود که برای ماها به جا گذاشت که بتونیم با مقاومت، همدلی، سربلندی به آزادی برسیم و همه با هم هر جای دنیا هستیم، تمام ایرانیان، آزادی خواهان باید در کنار هم، در کنار مردم داخل کشورمون که الان کف خیابون اینطور ناجوان مردانه داره خونشون ریخته میشه، باشیم، صداشون باشیم. اینترنت اونا قطعه، ما که میتونیم باید صداشون باشیم، باید به گوش دنیا این ظلم رو برسونیم، وگرنه تکلیف این رژیم معلومه. غیر انسانی ترین و غیر حقوق بشر ترین نظامی که تو کل قرن حاضر وجود داره نظام جمهوری اسلامی که هممون میدونیم و همه مردم هم میدونن، فقط اینکه ما باید همدل و همراه مردممون باشیم تا این اعتراضاتشون به گوش کل دنیا برسه و بتونیم پیروزی رو داشته باشیم که مردممون رو نجات بدیم. چون اگه این انقلاب، این جنبش سرکوب بشه، واقعا معلوم نیست چه بلاهای بدتری این رژیم به سر مردم ما بیاره. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید و این سوالی که آقای تفکر شما کردین، حالا طبق شنیده هایی که و ویدیوهایی که از تحسن دوستان و عزیزانی که توی هامبورگ جلوی سفارت داشتن و اعتصاب قضا داشتن، توی روز دوم از طرف خود سفارت، از طرف خود رژیم به اینا حمله شده بود، حالا من حس میکنم مردم ما مردم خشمگینن الان، ولی مثل رژیم نیستن که بخوان اینطور ناجوان مردانه کاری رو انجام بدن. حالا شاید تو بعضی از جاها که داره این اتفاق میفته اون خشم باشه، ولی اگه اتفاقات ناگواری بخواد توی خارج از کشور، توی این راهپیمایی‌ها پیش بیاد، من حس میکنم از طرف
خود رژیم اینها برنامه ریزی میشه که بخواد بگه ببینید مردم داخل هم به قول شما همین طوری هستن که اینا هستن، یعنی خشونت طلب هستن. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادیم، من مایک رو آزاد میکنم. بسیار متشکرم از شما. بله، اتحاد شهروندان غیر سیاسی میگن که خطرناکترین موجودات برای جوامع هستن، چرا که آنها با عمل نکردن به وظایف سیاسی خود به افزایش ظلم کمک میکنن. خب عرضم به حضورتون که از کار دوستان گفتید در هامبورگ بسیار هم قشنگ بوده، تحسن و اعتصاب غذا و اینجور چیزا، ولی خب کاری که در برلین و امروز فاجعه‌ای که فکر میکنم در لندن پیش اومد و درگیری با یگان ویژه بریتانیا یکم جای بحث داره. جناب آقای امیر رضا شاداب بفرمایید، در خدمت هستیم. سلام، وقتتون بخیر. تشکر میکنم از همکاران. من خواستم یه تشکر ویژه‌ای از آقای سبزیان بکنم که اشاره خیلی خوبی کردم به یه نکته خیلی مهم که به نظر من این خیلی مهمه که ما این تجمعات و این اعتراضات رو نیاییم دسته‌بندی بکنیم یا مثلا اقلیتی یا اکثریتی روش اسم بذاریم، یعنی که بگیم فقط مثلا دختران جوان بودن. نه، این اتفاق نه برای امروز، نه برای دیروز، نه برای سالهای پیش. این اتفاق 40 و اندی سال هستش که داره استارت خورده و داره حرکتش رو انجام میده، چه حالا ما باشیم چه نباشیم، به حال این خواهد اتفاق افتاد تا زمانی که بالاخره به نتیجه برسه. و من به نظرم این اصلا قشنگ نیستش که ما بخوایم روش اسم خاصی بذاریم. تمام، یعنی بهترین چیزی که میشه روش به کار برد مردم ایران، مردم ایران هستن که تو خیابون ها رفتن، مردم ایران هستن که به هر نحوی دارن حرکتشون انجام میدن. یکی از همکاران گفتن که یه کودک معلولی بوده که نمیتونسته بره تو خیابون و مادرش خواسته که ماهاش توی خونه کوتاه بکنه. خب ما باید نادیده بگیریم؟ نه، هر کسی به نحو خودش داره یه حرکتی رو انجام میده، یکی با شیر کردن، یکی با اطلاع رسانی، به هر حال هر کسی یه فعالیت داره میکنه. و اینکه سوال پرسیده شد که گفتن که، یعنی گفتین که چرا خانم مهسا امینی شده سمبول. خب این به نظر من این نقطه جوش مردم ما هستش، یعنی مردمی که سالهای سال در اسارت و ظلم بودن و هستن و یعنی واقعا دیگه به جایی رسیدن که منتظر یک کوچکترین اتفاق بودن که متاسفانه مردم مجدداً با این حرکت، حالا این اتفاق ناراحت کننده دوباره بیدار شدن و دوباره اعتراضاتشون رو دارن نشون میدن. من خیلی وقت همکاران و دوستان نمیگیرم و امیدوارم که خیلی زودتر این اتفاق بیفته و ما مجدد آزادی و آبادی کشورمون رو ببینیم و این همبستگی خیلی مهمه. من به نظرم باید در مرحله اول همبستگی داشته باشیم. وقتتون رو نمیگیرم، ممنون که بهمون وقت دادین. بسیار متشکرم از شما جناب شاداب محترم، از نظراتتون و نظرتون رو راجع به این مسائل خیلی کامل و جامع از اول فراخوان تا آخر به صورت مختصر مفید گفتید، متشکرم. خب نفر بعد جناب آقای جراغای حامد زاده، اگر اشتباه نکنم بفرمایید. درود و عرض ادب، بنده حمزه زاده هستم. معذرت میخوام، خیلی طولانی نوشته بودید. بله، من کوتاه عرض میکنم. اینکه این دوست از اون گفتش که خانما واقعا به اینجاشون رسیده بود و دیگه جا نداشت، می‌خواستم بگم که واقعا توی جامعه ما و همه اینجوری بودن، از نوجوانا، کامیوندارا، معلما، همه جامعه واقعا به اینجاشون رسیده بود و دیگه جا نداشتن بیشتر از این فشار تحمل کنن. و اینکه چرا خانم جینا امینی شد نماد، من فکر می‌کنم پشت این قضیه چیزی که ما فراموش کردیم بهش نگاه نکردیم اینه که توی این چند سال اخیر تو بین خانوما آگاهی سازی خیلی زیاد بود. شما چهارشنبه‌های سفید داشتی، برنامه‌ای که واقعا بیشتر با حق خودشون آشناتر بودن نسبت به قشر بقیه قشرها و این اتفاق افتاد.
اینو میخواستم بهش اشاره کنم و در واقع سوال داشتم از آقای شفایی، کاملا غیر موضوعه. یادم چند ماه پیش ایشون گفتن که اینکه دختر روسریاشون رو برمیدارن اصلا چیز جالبی نیست و جواب نمیده، دقیقا یادم این جملهشون. خواستم بپرسم که الان واقعا چه جوری شده و نظرشون در این مورد چیه، و در مورد اون قسمت سوالی که پرسیدین جلوی سفارت ها که جمع شدن تو لندن و اینا، من کاملا مخالفم با این موضوع که بخوام برم وارد شم حمله بکنن، ولی کاملا موافقم که اونجا تجمع کنن، چون به قول دوستمون الان تنور داغه و یه جوری شده که این دولت‌های جامعه جهانی هم دارن حق ما رو میخورن، ما باید از اونا حقمون رو بگیریم. اونا ما نمیخوایم به اون کمک کنن، فقط این که به اینا رسمیت ندن، همین، و این که دارن به اونا رسمیت ندن یه جوری که اینا دارن حق ما رو میخورن و ما باید با اونا هم مبارزه کنیم. حالا نمیتونیم حمله کنیم به سفارت، ولی میتونیم اونجا تجمع پیدا کنیم و این موضوع رو باید از این زاویه بهش نگاه کرد و یه جورایی به فال نیک گرفت، نه اینکه بخوایم فقط محکوم کنیم که چرا اونجا اومدن یا خود جمهوری اسلامی اینا رو فرستاده. فکر می‌کنم اینجوری نیست، و اینکه همون که تنور داغه ما باید الان بچسبونیم این موضوع. ممنونم، من مایک رو رها می‌کنم. بسیار متشکرم از شما جناب حمزه‌زاده عزیز، از صحبتتون، توضیحاتتون، از نقطه نظرتون و سوالی که مطرح کردید. خب من هم یک طرح سوال دارم از جناب آقای شفایی بزرگ عزیزمون. دوستان چند نفر صحبت کنم و بعد نقطه نظرات خوب جناب شفایی هم مثل همه دوستان حقوق بشر رعایت کردن و دست بلند کردن و سر وقتش صحبت هایشون رو هم میشنویم. نفر بعد جناب آقای شیر محمدی، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. درود میفرستم منم خدمت شما حضار محترم، بینندگان و شنوندگان عزیز. چون وقت کمه، من نکاتی رو که میخواستم بگم همه دوستان و عزیزان به طور خلاصه گفتم، اما در رابطه با اطلاع رسانی، چون یکی از اهداف مهم فعالین حقوق بشر اطلاع رسانی است، من در این باره میخواستم بگم که دوستانی که در کشور آلمان هستن، لیست هایی تهیه شده که ما میتونیم از این لیست ها از افراد مهمی که در واقع آمت های مهم، ارگان های حکومتی و افرادی که در اینجا نماینده پارلمان هستن در اختیار هست. کافیه که در توییتر یک در واقع چرخی بزنن و این اطلاعات به طور منظم داره از طرف کمپین ها و از طرف گروه های حقوق بشری شیر میشه. میتونن این لیست رو تهیه بکنن، حتی متن‌هایی هم در دسترس هستش که اونها رو میتونن ارسال بکنن و این نقض حقوق بشر رو هم اینچنین افشاگری بکنن، و همین که لیست هایی هستش از افراد مهم هم دوباره در آلمان که میتونیم اینا رو ما تگ بکنیم افراد رو و این اخبار رو ببینن. اما در رابطه با مسئله‌ای که شما فرمودین، اعتراضات، ببینید، چون اول صحبتاتون شما یه کوچیک اشاره کردین که نسلی امروز معترض هستش که در واقع میگفتن از این چیزی به اصطلاح در نمیاد، از نسل 70 و 80. ببینید، چون این نوع انقلابی که داره اتفاق میفته به صورت آنارشیستی داره اتفاق میفته و خب درگیری داخلش هست، بسیاری از افراد معتقد هستن که توی این تجمعات، برای اینکه ما به صورت اعتراضات مدنی تا طی این 43 سال نتونستیم به در واقع این ارگانهای حکومتی خارج از کشور بفهمونیم که حق ما داره ضایع میشه، الان باید اون خشمی رو که داخل ایران هست همراه خودمون با توجه به پایین آوردن پرچم یا به عنوان حمله بخوایم این خشم رو در واقع خالی بکنیم و نشون بدیم که چقدر مردم ایران خشمگین هستن. خب در این رابطه نظرهای مختلفیه، اما خب در رابطه با برلین من امروز شنیدم که پرچم سفارت ظاهراً انگار کشیده شده پایین در لندن، همینطور و در یک ساعت پیش هم در فرانسه بود که درگیری شده و پلیس مجبور شده که از گاز اشکاور استفاده بکنه. اما صحبتمو با این جمله می‌بندم. حکومتی که اساسی ترین حق انسانی شهروندانش در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی حق حیات را با کشتار نقض می‌کنه، حق بقا نداره و مطابق مقدمه اعلامیه شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری حق مردمه. زنده باد انقلاب، زنده باد آزادی. ممنون که مایک رو به من. بسیار هم متشکریم از نقطه نظرات شما، ممنون، بسیار سپاسگزار، خیلی جامع و کامل نظرات خودتون رو عنوان کردید. خب نفر بعد، بانو
فرید فراهی دست بالا کرد. بفرمایید بانکتون آزاد. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و خسته نباشید به شما جناب آقای تفکری عزیز و تمام دوستانی که ما را از لایو میبینن. ما در اصل برای یه چیز الان باید با هم متحد باشیم و اینکه حقمون رو از این دولت بگیریم. اونا حتی ساده ترین چیزی که حق انسانیت هست، یعنی ما حق آزادی بیان داریم، اینو حتی از مردم گرفتن. من امروز خودم توی هانوفر بودم و بین کسانی که توی تظاهرات بودن یک نفر جاسوس بود، بسیجی بود، نمیدونم چجوری بود، مردم گرفتنش و به پلیس تحویلش دادن. یعنی این یه چیزی بود که من عیناً به چشم خودم دیدم و اینکه خیلی وحشتناک بود. یعنی شما حساب کنید اون گاز اشکاور دستش بود و اگر بین مردم میزد، خب مردم توی محیط کوچیک دور هم بودن و خیلی میگم واقعا صحنه خیلی بدی بود. من امروز خودم به وضوح اینو دیدم و چیزی که من شنیدم، نمیدونم چقدر صحت داره، شنیدم که کشورها سفیراشون رو خواستن و خواستن که از ایران بیرون بیان و برگردن به کشورهاشون. و اینکه الان شما فرمودید که برای اینکه سفارت حمله بکنن کار درستی هست یا نه، آقای تفکری عزیز، من اینجوری احساس میکنم که اینا از طرف جمهوری اسلامی هستن بعضیاشون که مردم رو تحریک میکنن که بیان این کارا رو انجام بدن و امیدوارم روزی برسه که تمام ملت ایران آزاد و بدون هیچ دغدغه فکری و با آرامش زندگی کنن. سپاس از اینکه مایکو در اختیار من گذاشتید. روزگذاریم از نقطه نظرتون بانو فرای محترم. در مورد اون سفیرها هم بگیم که نه، این خبر کذبه و درخواست آقای پهلوی از سران اروپا بوده که توی جلسه مطرح کرد. همچین چیزی صحت. خب نفر بعد جناب آقای دستای بالا پایین میشه، من چشم دوریم، جناب آقای مجید بازداران، بفرمایید در خدمت هست. درود بر شما دوستان عزیز. من در مورد سوالی که آقای تفکری مطرح کردن، نظرم اینه که در حال حاضر هر موردی که باعث ایجاد تنش بین حکومت جمهوری اسلامی با دولت‌های دیگه بشه داخل دنیا، نظرم خیلی کار اوکی هست، خیلی هم نرماله. دولت‌ها وقتی که با هم دیگه مشکلی پیدا میکنن، اولین کاری که میکنن در صورتی که مشکلشون رو نتونن حل بکنن، سفیر اون کشور مقابل رو از کشورشون اخراج میکنن. حالا مردم ایران با حکومت غاصب جمهوری اسلامی به مشکل خوردن، باید کاری بکنن که جمهوری اسلامی سفیراش رو جمع بکنه. پرچمی که اونجا هست پرچم جمهوری اسلامیه و پرچم مردم ایران نیست، باید از اونجاها جمع بشه و به نظرم این کار اشتباهی نیست. زمانی که به قاتلین ملت تریبون داده میشه و به کشورهای خارجی دعوت میشن، چطور ما حق اعتراض نداریم؟ ولی الان که این حرکت انجام میشه، بعد به ما میگن که میخوان بیان به ما برچسب خشونت بزنن. حالا یا خودم رو به شخص عرض نمی کنم چون که خودم این کارو نکردم، ولی کسایی که رفتن اونجاها و این حرکاتو دارن میزنن، به نظرم کار نرمالی هست و اصلا هم کار غیر انسانی یا خشونت طلبانه این نیست. این دفاع هست، کاری هم که اگر بخوان انگ بزنن، بعد میتونن به مردمی که دارن داخل ایران از خودشون دفاع میکنن هم انگ میزنن، بعد میگن شما خشونت طلبی. شما که میدونین این حکومت با گل دادن و نمیدونن با قربون صدقه رفتن جمع نمیکنه و ایران رو آزاد نمیکنه، ملت رو رها نمیکنه. پس این کارها هم فکر نمیکنم کار خشونت طلبانه ای باشه. مرسی، فقط نظرم رو عرض کردم خدمتتون. خیلی متشکریم از نظرات شخصی شما و جنبندی شما در این مورد. یک دوست عزیزی گفتن که آگاهی رسانی برای افراد مهم در اروپا، و من خیلی خوشحالم که چند روز پیش رئیس جنبش سبز آلمان در پارلمان، که یک آقای ایرانی هستن، فامیلیشون در ذهنم نیست، هم لایو گذاشتن توی صفحات مجازی خودشون راجع به این موضوع صحبت کردن و
و امید به خدا که در پارلمان هم صحبت‌های خوبی را انجام دادن. بانو شراره محبودی بفرمایید، در خدمتتون هستیم. من در خصوص یکی از صحبت‌هایی که دوستان کردن در مورد کشورهای دیگه که اونها از ما حمایت نمی‌کنن و ما چی کار کنیم، می‌خوام بگم که دوستان این یک حقیقته. اونها اگر میخوان حقوق بشری رعایت کنن، اگر میخوان کاری بکنن، در ابتدا اولویتشون مردم خودشونه، یعنی مردم ایران اولویت اونها نیستن. اگر ما میبینیم مکرون پا میشه میره رئیسی رو میبینه یا این اتفاقا میفته، اونها دغدغه های خودشون دارن، یعنی در اول کشور خودش، بعد اتحادیه اروپا. و اینکه ما مردم ایران بخوایم بشینیم و فکر کنیم که اونها میان اولویتشون رو جامعه ما و مردم ما قرار بدن، نه، اصلا همچین خبری نیست. ولی اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم، به نظر من ما با تحت تاثیر قرار دادن مردم، سلبریتی ها، افکار عمومی خود اون کشور و همراه کردن اونها با خودمون، میتونیم از این فشار مردم خودشون و تفکر افکار عمومی که توی جامعه خودشونه به نفع خودمون استفاده کنیم، که اونها رفتارشون یا مماشاتی که الان با جمهوری اسلامی دارن این رو دیگه نداشته باشن. و از این طریق من احساس میکنم میتونیم کار خودمون رو پیش ببریم و فعالیت هایی هم که الان داریم، به نظر من گام هایی که هر کدوم به نحوی برداریم هم درسته، هم تحسین برانگیزه و باید همین روال رو بدون خستگی پیش ببریم، اون اطلاع رسانی رو انجام بدیم. تشکر که من رو شنیدید. بسیار متشکرم بانو محمودی عزیز. گفتم به هر طریقی یکی از همشهری‌های ما کاغذ‌های انقدی درست کرده بود، روش آلمانی نوشته بود، تو خیابون میداد به دست آلمانی‌ها و اطلاع رسانی میکرد. خب بانو بیژندی عزیز بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سپاس جناب تفکری عزیز. دوستان سلام، مجدد دارم خدمت همگی. من صحبت همه رو شنیدم و با احترام به تمام نظرات، چون در هر صورت با سوالی هم که شما مطرح کردید هم نظر موافق وجود داره و هم نظر مخالف وجود داره، اما من نظر شخصی خودم میگم که با نظر خانم مرجان خیلی نزدیک هست. من موافق هستم که مردم میتونن نامه هایی بنویسن یا ایمیل هایی بنویسن به رهبران دولت ها یا سران یا تو پارلمان ها، میتونن تحسن کنن، حتی بنویسن براشون، بارها بنویسن و ازشون واقعا اینو درخواست بکنن که یکی دولت جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسه و یا روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. اینو میتونیم ما از این طریق و با تحسنمون درخواست کنیم. و یکی اینم که در واقع میخواستم راجبش صحبت بکنم، همونجور که همه بچه های کانون در واقع میدونیم و ما تو همه جلساتمون حداقل حدود یک سال هست داریم در گزارش نقضمون و تحلیل نقضمون راجب اعتراضات معلمان، راجب اعتراضات کامیوندارا، اتوبوسدارا، کارمندای تامین اجتماعی، وزارت نیرو، نفت کار و خیلی های دیگه، ما اعتراضات بسیار گسترده دیدیم ازشون، تجمعاتی دیدیم. اما الان برای من سوال شده، شاید تک و توک باشن در بین مردم، ولی اون گستردگی که تو این یک سال مخصوصا فرهنگی ها با اتفاقاتی که دیدیم، دستگیر شدن، زندانی شدن، الان من به شخصه خودم اینجا درخواست دارم از اونها که بپیوندن به مردم، واقعا کنار مردم باشن. دوستان نکته مهمی که الان هست اینه که میتونیم به صراحت بگیم که الان دنیا داره حمایت میکنه از مردم ایران و چه خوبه که این اصناف فرهنگیان و بقیه مردم هم به این جمع بپیوندن. من خواستم فقط همین رو عرض کنم خدمت دوستان و اینکه انتشار حالا فیلم ها و گزارش دادن راجع به بقایایی که در ایران داره اتفاق میفته به مردم کشورهایی که داریم هر کدوممون در این زندگی میکنیم، باعث میشه که خود مردم اون کشور به حتی رهبران دولت خودشون فشار بیارن و این هم یه کمک مضاعف است. مرسی، ممنونم که به من مایک دادید. بسیار متشکرم از شما. بله، نامه نوشتن، ایمیل نوشتن و هشتگ گذاشتن بسیار موثره. همینطور ما تونستیم در شهرمون تلویزیون و رادیو و تعدادی خبرنگار رو به یک تجمعی بکشون. حق گرفتنی دادنی نیست. خب نفر بعد، جناب آقای شفایی محترم.
دستتون رفت شام شد. شام شب های دوباره دستتون رو بالا کنید. متشکرم. میشه. من سلام میکنم. خسته نباشید میگم. خیلی جلسه خوبیه. هم دیروز جلسه مفصل خوبی بود. هم امروز به هر حال اندیشه های متفاوت صحبت میکنن، نظرات رو میدن و این یه جنبندی خیلی خوبی برای تک تک ماها خواهد بود. خب من جمله ما اینجوری شروع میکنم، عنوانم شده که خوشحالم که در ایران یک خرد جمعی به وجود اومده. البته کامل نیست و فکر میکنم، امیدوارم که این خرد جمعی همینطور که خانم بیرجندی هم مطرح کردن تبدیل بشه، کاملتر بشه با اعتصاباتی که در صنایع، در ادارات و در مجموعه های مختلف، چه بازار، چه به عنوان مثلا کامیونداران، معلمان، که البته من شنیدم که معلمان همین امروز بیانیه دادن که معلم‌ها سر کلاس نرن، شاگردان سر کلاس نرن. یه شروع خوبه، امیدوارم برسه به جمعای بزرگتر. صنایع فولاد شنیدم در اهواز یه مقداری صحبت شده، امیدواریم اینا وارد این جمع با این حرکت بزرگی که الان داره اتفاق میفته و ما ملت، ما کسایی که خواهان آزادی و حق هستیم، به یک راحتی، به یه آرامشی برسیم. البته این که من اومد کردم خوشحالم، مطلق خوشحال نیستم، از درون به اصطلاح داغونم، اصلا نمیتونم راحت صحبت کنم، خیلی اذیتم. گاهی فیلم ها رو که نگاه میکنم بعد ول میکنم میذارم کنار، میرم ده دقیقه دراز میکشم تا یه کمی حالم جا بیاد. ولی از این نظر که میبینم جامعه داره اون رشد خودشو نشون میده و حرکت رو داره نشون میده. من یه مطلبی رو دوستمون مطرح کرد که من در جای گفتم که به جای چهارشنبه‌های سفید خوب نبوده. من اینو مطرح کردم، گفتم به جای چهارشنبه‌های سفید که روسری از سر برداریم، راجع به آزادی بیان صحبت بکنیم. یعنی یکی از حقوق اصلی تر رو بیان کنیم. کمان که الان هم اگر میبینی در این تظاهرات حقوق اصلی کلمه آزادی، آزادی و آزادی است. این کلمه آزادی نمیتونیم ما کتمان کنیم. حالا این آزادی میتونه آزادی بیان باشه، اندیشه باشه، هر گونه آزادی، کمان که الان فراخوانی هم که داره داده میشه برای هفته این یک هفته آینده که هر روز بعد از ظهر این قضیه هست درش مطرح شده. و من هر کسی هر برداشتی برای خودش داره، من نظر خودم رو گفتم. یه دوستی هم مطرح کردن که این حرکت آنارشیستی که در ایران اتفاق افتاده اصلا حرکت آنارشیستی نیست. حرکت حق طلبیه، حق خواهیه. آنارشیست به کسایی میگن که بنیاد از بین ببرن به شکل، به اشکال نام، به اصطلاح بدون حق. مردم دنبال حقشونن، این صحبت ها نیست. اصلا کلمه آنارشیست اصلا زیبنده ماها نیست و زیبنده حرکتی که در ایران شده مطلق نیست و من نمیپذیرم. و در رابطه با اینکه به سفارت حمله بکنن، به سفارت حمله نکنن، نمیتونم صاحب نظر باشم. اون جمعه که باید تصمیم میگیره چگونه عمل بکنه. من به عنوان یه فرد نه نظر میدم نه هیچی. اگه من تو اون جمع باشم ممکنه برم تو سفارت، ممکنه نرم تو سفارت، ولی این حق مردمه که حقشون رو به اون جوری که دلشون میخوان اعلام کنن و ثابت بکنن که دنبال حق و حقوقشون هستن. و اینو یادمون نره و با اظهار نظرهایی که باعث جلوگیری از تصمیم گیری ها بشه کار نکنیم. من معتقدم، در واقع نظر من اینه. من صحبتی دیگه ندارم و فقط خوشحالم از این که این خرد جمعی در واقع راه افتاده و داره حرکتشو میکنه و آشنا شدن با حق و حقوق، خواستن حقوق، وسیله و ابزاریه که میتونه جامعه رو به رشد برسونه و ما داریم یواش یواش میبینیم. میبینیم که یه بچه 12 ساله یکی از این باتوم، من فیلمشو الان دیدم، یکی از باتومهای سربازا رو به دست گرفته و داره توی خیابون میدوه. بچه 12-13 ساله.
و این اون چیزیه که در واقع شوریه که داره جامعه به این جوان ها میده و داره جامعه رو به رشد میرسونه. جناب شفیعی، نظرتون در مورد حمله به سفارت های ایران در اروپا؟ عرض کردم من نظر نمیدم، نظر جمعیه، دوستان، کسایی که دوست دارن میرن کارشون رو میکنن. من حق ندارم نظر بدم که حق دارن برن یا حق ندارن برن. اون جمع تصمیم گرفته کارش انجام میده، جمعیه در فرانسه جمع شدن میخوان این کارو بکنن، خب برن بکنن. من حق ندارم بگم نه. یه عده میگن آقا بریم اعتصاب کنیم، برین همین کارو بکنیم. یه عده میگن مثلا بریم مثلا بیسیم دم سفارت، چون دارم سفیر اومد بگیریم بزنیم، خودشون میدونن. من هیچ نظری نمیدم، دخالتم نمی کنم، چون اصلا حقم نیست، چون نه در اون جمع هستم نه میتونم باشه به اون جمع تصمیم بگیرم و خرد جمعی تصمیم باید بگیره. این خرد جمعی به عنوان یه پایه حرکتیه، یعنی اون آگاهی که در جمع وجود داره میتونه این آگاهی تصمیم سالمو بگیره. و من نه مخالف حمله به سفارتم، نه مخالف اعتصابم، نه مخالف دم سفارت نرفتنم، فرقی برای من نداره. مرسی. مرسی از شما جناب شفایی عزیز و محترم از نقطه نظرات شخصی خود. خب نفر بعد جناب آقای داوود لطفی، بفرمایید بانکتون آسف. ممنون از شما، متواضعا عرض ادب و احترام دارم مجدد خدمت همکاران عزیزم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی سپری کرده باشن. فقط من بگم که کلا تصویر شما سیاه، کلا من پوزش میخوام از حضور شما. الان کم کم درست میشه، مثلا نور ضعیف بود، الان روشن کردم چراغ رو، درست میشه. پوزش میخوام. ابتدا تشکر میکنم از همکاران بابت پیام های خود از محبتشون. واقعا غم این روزای ایران سختتر از غم من نوعیه، واقعا قابل درک نیست. اما بابت سوالی که شما فرمودید، این نظر شخصی منه. ما اگر میخواییم به دنیا برسه به اونجایی که کمک کنه به مردم ما، باید دولت‌ها رو تحت فشار بذاریم. چجوری میتونیم دولت رو تحت فشار بذاریم؟ ما اینکه هر روز در خیابون باشیم. درسته کار داریم، مشغله داریم، روزانه در اروپا هستیم و نقاط مختلف اروپا، ولی با بودن هر روزمون، حالا چه با مجوز چه بدون مجوز، باید تعینا رو بر اینها تنگ، اون عرصه رو بر اینها تنگ کنیم و اینها مجبور شن بیان صدای ما رو بشنون. نماینده بیاد بگه آقا حد درد دلتون چیه؟ میدونیم درد دلتون چیه. خب چیکار باید بکنیم؟ راهکار بخوان. باید تحت فشارشون بذاریم. باید همین آلمانی که خودمون هستیم، باید مجلس آلمان بیاد کمک کنه، باید دولتش رو تحت فشار قرار بذاره. مردم آلمان باید یک دل بشن. چجوری با ما یک دل میشن وقتی ما هر روز بیان تو خیابون، اونها جلب نظر میکنن، میان چی میخوان، مجبور میشن بیان و پشت ما وایسن. همینجور که دارن الان حمایت میکنن توی صفحات مجازی، مجبورن بیان حضوری حمایت کنن. و این حمایت های حضوری و ممتده که میتونه به نتیجه برسه و حمایت دولت ها رو هم به همراه داشته باشه. حمله به سفارت به نظر من خب خشونت مثل خودشون رو بهمون نشون میده، در صورتی که ما خشمی که داریم از حکومت رو به نظر من میتونیم بریم جلوی سفارت تحسن کنیم و اون با تحسنی که اونجا میکنیم دولت اون کشور رو بخواد از ما که چرا تحسن کردید. یه روز، دو روز، سه روز دیگه طرف مجبور میاد به ما میگه آقا برای چی اینجا نشستی، برای چی مزاحم ورود و خروج میشی. اون موقع است که به نت به خواست دل مردم ما اهمیت میذاره، اون موقع است که میاد سفیر اونجا رو اخراج میکنه، به رسمیت نمیشناسه. اینجوری باید تحت فشار بذاریم، نظر من. و در نهایت از آقای شفایی یه سوال دارم که جناب شفایی عزیز، ممنون از بابت توضیحاتتون. شما به عنوان به عنوان یک کسی که تجربتون زیاده حالا تو بحث حقوق بشری و انقلاب قبل رو دیدید و شرایط روزگارهای مختلف رو دیدید، نظرتون در مورد این حرکت چیه؟ چه پیشبینی برای آیندهش دارید؟ نظرتون مثبت به نتیجه میرسه یا هنوز امیدی بهش نمیشه داشت؟ واقعیت باید خودمون ببینیم که بتونیم امید بدیم به ایران.
ما الان کاری که باید بکنیم این که از یه طرف این بعد درست کنیم، از یه طرف امید برسونیم به ایران. مردمی که دارن میجنگن جلوی خط مقدم نیاز به امید دارن و باید به اونها امید بدیم. نظرشون در این مورد میخوام ببینم چیه. ممنون از وقتی که گذاشتید به من دادید. سپاس. خیلی متشکرم جناب آقای لطفی محترم. خب حالا سوالم کردید، یک سوال سیاسی بود از آقای شفیعی کردی، حالا ایشون دوست داشته باشن دستشون بلند میکنم و پاسخ میدم. خب نفر بعد جناب آقای رضا شایگان عزیز، بفرمایید در خدمتتون. درود مجدد و خسته نباشید خدمت شما و همه همکاران. من نظر خودم رو میخوام بگم. ببینید تو عرف بین الملل روابط دیپلماتیک به این شکل که یک دولت رسمی یک کشور دیگر رو به عنوان نماینده میپذیره و سفارتش اونجا دایر میکنه و غیره. خب تا پیش از این همه دنیا شاید میدونستن که جمهوری اسلامی ایران و مردم خودش رو تحت ستم قرار میده و میکشه و این ماجرا، ولی خب حالا به نوعی سر خودشون تو برف میکردن یا به هر شکل نمیخواستن بپذیرن، ولی الان دیگه شنیدن، صدای همه مردم رو شنیدن، کشتاری که تو ایران داره انجام میشه رو میبینن. بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران رسمیت نداره، دولتی که مردم خودش رو بکشه رسمیت نداره. بنابراین فکر کنم اینا باید یک فکر اساسی بکنن در این زمینه. اینکه بیان فقط یک سری عوامل رژیم رو تحریم کنن به نظر من هیچ فایده نداره، چون فرزندان اونها الان توی خارج از کشور هستن. امروز مثلا در یکی از این سران رژیم علنن و به صراحت گذاشته بود که ما تمام دانشجوهایی که توی اعتراضات شرکت کردن شناسایی کردیم و براشون پرونده خواهیم ساخت. ببینید این تهدیده و دولت انگلستان باید با این موضوع برخورد کنه و این برای من تعجبه که چرا برخورد نمی‌کنه با اینجور افراد یا دولت‌های دیگه. من فقط خواستم همین موضوع رو بگم. ممنونم. بسیار متشکرم از نقطه نظر شما جناب آقای شایگان عزیز. خب نفر بعد جناب آقای یگانه، بفرمایید در خدمتتون هستیم. بسیار عالی، ممنونم که این وقت رو به من دادین. من سعی میکنم کوتاه بگم و یک سوال هم بپرسم که حالا اگر دوستان دیگه و یا آقای شفایی خواستن جواب بدن سوال همکارمون رو، این سوال رو هم جواب بدن. من هم حالا نظر شخصی خودم اینه که غیرقانونی وارد سفارت شدن و حالا اعتراض به این شکل فکر میکنم که زیاد جواب نمیده، ولی خب همون جلوی سفارت تظاهرات کردن، جلوی پارلمان اون کشور تظاهرات کردن، فکر میکنم که نتیجه بهتری داشته باشه تا اینکه بخواد پلیس اون کشور مداخله کنه، گاز اشکاور بزنه و یا بخواد مردم رو بازداشت کنه. این از این نظر. و از نظر دیگه حالا ما کارهایی که میتونیم باز انجام بدیم اینه که حتی اگر صبر نکنیم که یه اتفاق مثل مهسا امینی اتفاق بیفته، اگر کشورهای اروپایی مقاماتشون رو به ایران میفرستن برای امضای قرارداد برای همکاری با ایران، اون هم جای تظاهرات داره که ما به عنوان کسایی که حالا خارج نشین هستیم توی کشورهای مختلف هستیم جلوی پارلمان اون کشور تظاهرات کنیم و ازشون جواب بخوایم که چرا همچین کاری رو میکنن، چرا با اینکه حقوق بشر در اون کشور رعایت نمیشه چرا با همچین کشوری ارتباط دارن. و سوال منم اینه که ما به عنوان حالا ایرانیایی که هم داخل و هم خارج هستیم یک صدا رو میشنویم که جمهوری اسلامی نمیخوایم. میدونم که حالا آقای شفایی نسبت به اون سوال قبل که جواب دادن نمیتونن بگن و شاید نظر شخصیشون نخوان ارائه بدن که چه کار ما میخواییم انجام بدیم بعد از این انقلابی که امکان داره رخ بیفته، آلترناتیو ما چیه؟ یعنی ما اگر بخوایم مصر رو نگاه کنیم و کشورهای عربی رو نگاه کنیم که بهار عربی اتفاق افتاد بعد از انقلابشون یا اون اخوان المسلمین اتفاق افتاد، یه انقلاب وقتی شکل میگیره چطور میشه اون رو استوپش کرد و به قولی یه آلترناتیو داشت که بخوایم
اون راه رو پیش بگیریم و بخوایم بگیم که آره این انقلاب شد و این مسیری هست که ما میخوایم ادامه بدیم. شاید این جوابش خیلی سخت باشه و توی برنامه گنجیده نشه، ولی خب حتی اگر اشاره‌ای هم بشه که اون هدف چی هست، من ممنون میشم. حالا از دوستان دیگه هم میتونن جواب بدن اگر که به ذهنشون میرسه حالا جوابی در این باره که آلترناتیو چیه، چی کار ما میتونیم انجام بدیم، چی میخوایم. اگر ما جمهوری اسلامی نمیخوایم پس چی میخوایم؟ چیزی هست که بخوایم اون رو قرار بدیم برای اینکه حالا بخواد مملکت رو اداره بکنه؟ ممنونم. من مایک آزاد میکنم. خیلی متشکرم از شما جناب یگانه محترم. خب سوال که کردید کاملا یک سوال سیاسی بود و حالا من نمیدونم در جمع حقوق بشری ما پاسخ ها چی هستش. من که در اینجا خودم پاسخی براش ندارم. عرضم به حضورتون که جناب آقای مصطفی منیری عزیز بفرمایید. مایکتون آزاد. سلام. سلام خدمت همکارای عزیز. من یه چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. من اول از همه این که 100% آفرین میگم به خانم محبودی به خاطر اون ایده قشنگشون. دوستان میگن نامه بنویسیم به سیاستمدارا. سیاستمدارا سیاسیون محافظه کارن نسبت به سیاستهای کشوری، مگر اینکه تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرن. حالا ما میتونیم این فشار رو از طریق مردم خارج از کشور در واقع به اون سیاسیون اعمال بکنیم با آگاهی رسانی و تمام این تجمعاتی که صورت میگیره. راجب تجمعاتی که روبروی سفارت، حالا حمله به سفارت اتفاق میفته، آقای شفایی خیلی جواب قشنگی دادن. ماها واقعا یعنی هر شخصی نمیتونه بیان بکنه. چرا؟ چون فرض کنید خودتونو بذاری جای یک شخصی که خواهر یا برادرش توی ایران کشته شده و دقیقاً باعث و بانیش رو همین امثال کسایی میدونه که توی سفارت هستن، میتونه فقط تحسن کنه، میتونه آروم بشینه، واقعا میتونه خشمشو نگه داره. ما نمیتونیم اینجوری با این منطق برخورد بکنیم، یعنی اونچنان منطقی برخورد بکنیم با این مسئله که بگیم خب شما باید به این شکل منطقی با این مسائل روبرو بشید. من هم با نظر آقای شفایی کاملا موافقم. ما نمیتونیم نبگیم موافقیم نبگیم مخالفیم، باید اجازه بدیم ببینیم مردم واقعا اون احساسات درونیشون در واقع چی میخواد اعمال بکنه. مرسی بابت وقتی که به من دادید. متشکرم از شما، از نقطه نظرتون جناب آقای منیری محترم. خب نفر بعد بانو روزا جهانبین محترم بفرمایید. ماکتون آزاد. خیلی ممنونم جناب تفکری. منم سلام عرض میکنم به همه همکاران عزیز. اکثر گفتنی ها رو دوستان گفتن. من فقط میخواستم در مورد یه مسئله صحبت کنم. اینکه علاوه بر معترضینی که الان توی ایران هستن و در خیابان ها دارن اعتراض میکنن و همچنین فعالین حقوق بشر که چندین سال هستش که در تلاش هستن و دارن مبارزه میکنن، میخواستم یه قدردانی بکنم از همه کسانی که حالا در شغل های مختلفی هستن و دارن کمک میکنن. مثلا وکلایی که تلفن میذارن، مشاوره حقوقی میدن و به این شکل کمک میکنن، یا بعضی از پزشکان یا پرستارانی که میبینیم که شبا به حال با کوله پشتی توی خیابون هستن و دارن خدمات درمانی و امداد رسانی میکنن، یا حتی اون کسی که در خونش رو باز میذاره که اون معترض از دست اون نیروهای انتظامی فرار کنه، یا اون شخصی که میترسه توی خیابون بره حالا به خاطر سرکوب یا خطرات جانی که براش هست، یواشکی فیلم میگیره و این فیلمو به امثال ماها میرسونه که بتونیم اطلاع رسانی کنیم. و حتی کسی که از همکاری با صدا و سیما، از همکاری با بخش فرهنگی مثل دانشگاه‌ها و یا حتی نیروی انتظامی گذشته، یعنی تمام اینها رو پذیرفته. و من حتی میبینم به صورت آنلاین پزشکانی که خارج کشور هستن از طریق ایمیل، از طریق آیدی اینستاگرام و تلگرام دارن امداد رسانی میکنن، مشاوره میدن، یا حتی روان پزشکانی که دارن سعی میکنن صحبت کنن که اون معترضی که دچار شوک عصبی شده یا مادری که فرزندش رو از دست داده به هر حال بتونه یه مقداری
توی این شرایط بحرانی که درگیرش هست آرامشی حتی کوتاه بتونه دریافت کنه. میخواستم بگم که ما به هر حال تمام این فعالیت ها رو میبینیم و اعتراض همونطور که بعضی از دوستانم گفتن فقط این نیست که توی خیابون باشن و این مسائل هم هست و فعالیت هاشون، کمک هاشون، تلاش هاشون داره دیده میشه و این مسئله ای هستش که کل مردم ایران درگیرش هستن و خوبه که هر کسی در حد توانش، در حد سوادش، در حد تمایل خودش تا جایی که میتونه کمک کنه. مرسی، مایک در اختیارتون. بسیار هم متشکرم از شما بانو جهانبین محترم. دوستان، جلسه از 2 ساعت گذشت و محبت کنید از این نفر 2 دقیقه تا امروز صحبت بکنیم که نوبت به همه دوستان برسه. بفرمایید آقای طایف عزیز، مایکتون آزاد. بله، مرسی. با درود خدمت همه دوستان و همکاران. یه چند تا مورد بود که من یادداشت کردم اینجا، اونا رو می‌خواستم با شما به اشتراک بذارم. موردی بود که این خانومی که از دانمارک بود، دوست عزیزمون گفت که ما باید از اروپایی‌ها کمک بخوایم. به نظر من ما از اروپایی‌ها کمک بخوایم، دوباره برای ما نسخه‌ای میپیچن مثل نسخه سال 57. به هیچ عنوان ما نباید کمک بخوایم. مردم خود ایران تصمیم میگیرن. تنها کمکی که ما میتونیم از اینا بخوایم فشار بیاریم که سفارت‌ها رو ببنده، سفیرهاش رو از ایران بخوان. تنها کمکی که اینا واسه ما میگن، چون اگه قرار بود اینا به ما کمک کنن 43 سال کمک میکردن. اینا طرف کسی رو میگیرن که قدرت داره. تا دیروز جمهوری اسلامی قدرت داشت، طرفش رو گرفته بودن، مماشات میکردن، صحبت میکردن، برجام میذاشتن به خاطر اینکه منابع ما رو بکشن از اونجا. الان که صدای ما به هر دلیلی به هر نحوی بلند شده، اومدن طرف ما. یعنی اگه ما یک کمی کم بیاریم، یک کمی وا بدیم، دوباره میرن طرف اونا. مردم در داخل ایران دارن جون میدن، ما هم باید در اینجا باید جون بدیم. ما 2 روز پیش رفتیم وسط فرانکفورت، اونجا تجمع کردیم، خیلی ها نشسته بودن، من داد میزدم بلند شد وایستا. کسی که اونجا 1 ماه تو زندان تو شکنجهگاه سرپا وایستاده نذاشتم بشینه، شما 2 ساعت نمیخوای اینجا واسه خاطر اون مردمت وایستی؟ حتی خودم تو خونه کاغذ نوشته بودم، این رو که شما گفتین نوشته بودم که آزادی ایران، زن زندگی آزادی. اونجا بغل کافه‌ای که بود ما تجمع کرده بودیم، از آلمانیا اجازه می‌خواستم میذاشتم روی میزشون، 20 تا 30 تا نوشتم و گفتم بذار ببینن. معلم انگلیس آلمانی خودم، صاحبخونه آلمانی خودم، چند نفر بهشون واتساپ دادم، 3 نفرشون اومده بودن. یعنی هر کاری از دستم میومد میکردم که جامعه آلمانی رو بیدار کنم و بیدارم، میخواستم بیان اونجا که تو تظاهراتم با ما شرکت کنن. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که اینطوری به اروپا فشار بیاریم. به غیر از این هر کمکی که بخوایم از اینا، اینا به ما هیچ کمکی نمیکنن. 2 سال پیش یه خاطره کوچیکی بگم. بله. 2 سال پیش جمهوری اسلامی ایران با آلمان اینجا تو فرانکفورت، تو ویلابون فرانکفورت جلسه گذاشته بودن، فرش قرمز پهن کرده بودن و داشتن با هم مماشات میکردن. اگه این اروپایی‌ها دلشون به محال ما سوخته بود، این کارو با اونا نمیکردن. ما مردم ایران فقط بتونیم واسه خودمون نسخه بپیچیم. مرسی. متشکرم از شما جناب طایف نقطه نظراتتون. خب جناب آقای شفایی بفرمایید، در خدمت هستم. مرسی، خیلی ممنون. من فکر کنم تو جمله اولم عنوان کردم که ما یک خرد جمعی الان در جامعه همون میبینیم، یعنی یک آگاهی در جامعه میبینیم و پیشبینی من موفقیته. یعنی من بسیار بسیار خوشبینم، فقط یه شرط کوچولو هم عنوان کردم که اگر بشه عرض کنم که کمپانی ها چم نفت و نمیدونم شرکت نفت و کارخونه نورد و نمیدونم فولاد و دیگه عرض کنم کارگرا به اضافه عرض کنم کارمندای اداری، اینا بتونن به جمع اعتصابیون بیان و سر کار نرن، مثل معلمی که الان اعلام کردن نمیریم سر کار، ما موفقیتمون 100% خواهد بود. یعنی موفقیت که در جامعه، چون وقتی که یک اتفاق بسیار کامل میفته.
در مورد صحبت آقای یگانه عزیز که برای آلترناتیو، ما اصلا توی اعلامیه جامعه حقوق بشر ماده 21 رو داریم دوستان. ما نظامی مورد علاقه ما خواهد بود یا سیستمی مورد علاقه ما خواهد بود که من بتونم کاندید بشم، در رأس قرار بگیرم، در مسئولیت قرار بگیرم و من بتونم نماینده انتخاب کنم و من بتونم نظارت داشته باشم و اونا هم پاسخگو باشن. این طبیعت یک کار باز روشن و مشخصه، همون کاری که ما الان در کانون داریم تمرین میکنیم، میگیم آقا هر ماه بیایم تو جلسات شرکت کنین، نظرتون رو بگین، رأیتون رو بگین، حرفتون رو بگین، یا داریم انتخابات میذاریم، دوستان بیاین انتخاب بشین، کاندید بشید، فعالیت بکنید. این همینه در واقع. اگر ما بتونیم همچین جامعه‌ای در جامعه خود 80-85 میلیون داشته باشیم، قاعدتا موفقیم و نیازی نداریم که یک شخصیتی رو عنوان کنیم، یه آدمی رو بزرگ کنیم، بگیم تو بیا بشو لیدر ما، تو بشو ارباب ما، تو بشو بزرگ ما. دیگه اینا دیگه باید بره کنار در واقع. من یه مورد کوتاه فقط بگم، جنبندی هم بفرمایید. چشم. در رابطه با تجمعات که در واقع الان دوستان میرن در تظاهرات جلو سفارتخونه ها، من موردی نمیبینم. دوستان کانونم میتونن برن در تجمعات شرکت کنن، ولی من دلزده هستم از این تجمعات، به این دلیل که هر وقت میریم به یک تجمعی هنوز نایستاده 4-5 مدل پرچم بالا سرتونه و چند مدل عکس و چند مدل شعار که من باورش ندارم. به همین دلیل من واقعا نمیرم، شرکت نمی کنم، ولی دوستان هر کسی خواست میتونن تو این تجمعات برن شرکت کنن، نقطه نظرشون رو بگن. حتی من پیشنهاد میکنم دوستان وقتی اونجا میرن به عنوان یک عرض کنم خبرنگار یا یه آدمی که میخواد راجع به این موضوع صحبت کنه، نقطه نظرهای افراد رو بگیره و بعد گزارش کنه، هم در کانون پخش کنیم، هم در جلسات پخش کنیم، هم بتونیم در نشریه چاپ کنیم. یه کار خیلی خوبیه، هم توضیح دادیم، اونا هم گفتن چه مشکلی دارن، چرا میان، و این کار شدنیه. دلشون خواست عکسشون رو میگیرید، نخواستن عکس نمیگیرید. صوتی هم میتونه باشه که تصویر نباشه، بگن شما نماینده جمهوری اسلامی هستیم. این هم جزء کارهایی که ما میتونیم در تجمعات هم حضور داشته باشیم، هم یه کار مفیدی برای سایر همکارا انجام بدیم. ببخشید اگه طولانی شد. متشکرم از شما جناب شفایی محترم از نقطه نظراتتون. با اونو مرجان قابولی فکر میکنم بفهمید. دوباره سلام. من چند تا نکته رو میخواستم اشاره کنم. ببین، اول که وقتی ما میگیم از کشورهای اروپایی کمک بخوایم، من اصلاح میکنم حرف خودم، کمک نیست، وظیفه شونه. این کشورها به موازین حقوق بشری پایبند هستن، به آزادی بیان، به دموکراسی، به حقوق برابر زن و مرد پایبند هستن، ادعا دارن در این زمینه، عضو FN هستن و مجبورن، باید این کار بکنن. ما باید اینها رو در این شرایط قرار بدیم که اگر این کارو نکنن مورد سوال قرار میگیرن از این نهاد. و تنها سیاستمدارها نیستن، NGO ها خیلی قدرت خیلی زیادی دارن، ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم. سازمان عفو بین الملل، یونیسف، صلیب سرخ و حالا من دیگه یادم نمیاد الان، حضور ذهن ندارم. مثلا در خصوص معترضینی که زیر 18 سال بودن و کشته شدن، در مورد این عکس و فیلمایی که بیرون میاد که از زیر 18 سال استفاده میکنه جمهوری اسلامی برای سرکوب، خب ما میتونیم برای اینا شکایت بنویسیم به یونیسف و تمام اینها به نظر من باید سرگشاده باشه. یعنی اگه نامه مینویسیم به حالا مسئول یک NGO یا یک سیاست مداری، باید اینا سرگشاده باشه و علنی باشه و تمام جامعه اونها بدونن. و در مورد و این که ما کارهایی که انجام میدیم، ما تا الان حالا مثلا دیگه نهایت کاری که میکردیم این بود که تجمع و تظاهرات میکردیم، بله قابل تقدیره، اما باید کاری کنیم که هزینه مماشات با جمهوری اسلامی باید برای اروپا هزینه بردار بشه.
ما در این کشورها زندگی میکنیم و این کشورها نسبت به جان ما مسئولیت دارن. ما و به عنوان یک شهروند ما حق داریم اعتصاب غذای خشک تر بکنیم، این حق رو داریم، در صورتی که با خشونت همراه نباشه، در صورتی که آسیبی به اموال عمومی و یا به افراد دیگه نزنیم، ما این حق رو داریم و اینا باید از جان ما حمایت مراقبت بکنن، وگرنه باید پاسخگو بشن در برابر دنیا. و ما اگر به جای اینکه بخوایم حمله کنیم به یک سفارت و در واقع گزک بدیم دست جمهوری اسلامی که بعداً بخواد علیه خودمون استفاده بکنه و چهره ما رو خراب کنه، چهره حالا این که البته دیگه جهان شناخته شده، ولی در کل ما اگر ببخشید نه در کل هزینه بردار باشه برای کشورهای اروپایی و انجیو ها رو هم فراموش نکنیم و آلترناتیو بدین، یعنی واقعا ایده های جدید که چه کار کنیم که متشکرم. ببخشید من چون صدای بچه ها میاد صدای شما رو نشنیدم. خب جناب آقای ولیزاده محترم بفرمایید، در خدمت هستم. بله، سلام خدمت همه همراهان عزیز و فعالان حقوق بشر. جا داره تسلیت بگم به خانواده جانباختگان اعتراضات اخیر که متاسفانه تعدادشون هم روز به روز رو به افزایش است. خواستم یه چند تا نکته رو بگم خیلی کوتاه عرض میکنم که وقت باشه بقیه دوستانم صحبت کنن. در مورد این که حالا صحبت شد وارد ورود به سفارت و حمله به سفارت کار غیر قانونی و بهتر انجام نشه، به نظر من همون حرف های شفایی درسته. با ببینید تو اون جمع قرار بگی که چی بشم، ولی مگه فعالیتی که جمهوری اسلامی علیه مردم داره انجام میده قانونیه؟ مگه کشتار مردم، مگه شلیک مستقیم به مردم، مگه مسلح کردن نیروهای غیر نظامی مثل بسیج که میان بچهش سن پایین و شستشوی مغزی میدن اونا رو مسلح میکنن و علیه مردم روبرو مردم قرار میدن و شلیک میکنن به مردم، اگه قانونیه که ما بیاییم مثلا ورود به سفارت رو غیر قانونی بزنیم؟ این از این. و یه چیز رو من باید بگم، انقلاب تاوان داره، ما باید بهاشو بدیم و انقلاب با خشونت همراهه. ما نمیتونیم اینو بگیم نه خشونت نکنیم ولی انقلاب، ما باید بهاش رو بدیم، ما باید تاوانش بدیم. تاوانش هم خون هموطنانه ما که روی زمین ریخته میشه، حالا بیگناه هستن اینها، ولی خب باید داده بشه این بها. اما این اعتراضات باید همراه باشه با اعتصاب، با اطلاعیه‌های حمایتی. نباید زندگی عادی باشه، نباید اون کسی که مغازه داره، اون کسی که سر کار میره، کسی که اداره میره به زندگی عادی خودش ادامه بده، بعد از اون و مردم توی خیابون کشته بشن. حداقل اگه نمیتونن توی خیابون برن، نمیتونن برن اعتراض کنن، با بستن مغازشون، با اعتصاب کردن این اعتراض رو نشون بدن. من نمیگم همه مردم بیان تو خیابون، چون نمیشه جون اونا رو تضمین کرد، ولی میتونن با اعتصاب، با بستن حالا مغازه، با اون تعطیلی کارشون این اعتراض رو به گوش همه برسونن. این اعتراضی این اعتراضی که چند روز اخیر شروع شده و داره هی افزایش هم پیدا میکنه، رنگ و جنس و نوعش با تمام اعتراضایی که توی ایران بوده فرق میکنه. این اعتراض از جنسش از آزادی عقیده، از آزادی پوشش، آزادی بیانه. و من خیلی امیدوارم که این اعتراضات جواب میگیره. اگه هم یه زمان جواب نگیری، یه حرکت رو به جلو است و بعدها ثمر میده. خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادید. مرسی. خیلی ممنون. خب بانو شرر محبودی بفرمایید، در خدمت هستم. دوستان من میخواستم خیلی سریع در مورد بیانیه که خانم شیرین عبادی داده بگم که حالا به یه سری مواردی اشاره کرده. توی بیانیهش اومده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو مخاطب قرار داده که با تشکیل فوری کمیسیون حقیقت‌یاب درباره روند غیرانسانی سرکوب و کشتار توی ایران تحقیق کنه. سازمان ملل گفته ضمن فعال کردن ضمانت اجراهای موجود در سازوکارهای بین‌المللی مقدمات برگزاری رفراندوم در ایران رو فراهم کنه. دولت‌های دموکراتیک رو مخاطب قرار داده، گفته توی کشورهای آزاد به جای اصرار بر مذاکره با حکومت مستبد و سرکوبگر جمهوری اسلامی، فوراً سفرهای خود را از ایران فرا بخوانند و بدانند که تأخیر در این مقدار ممکن است بر ملت ایران
و همدستی با اون شیطان رو تداعی کنه و وکلای دادگستری در سراسر دنیا رو با کمک کانون‌های وکلای داخلی و بین‌المللی و همراهی سازمان‌های حقوق بشری جهت حفظ حقوق بازداشت شدگان و جلوگیری از پایمال شدن حقوق انسان‌ها از سوی نیروهای امنیتی کمیته بین‌المللی دفاع از بازداشت شدگان گفته این رو تشکیل بدین. از همه وکلا و کانون های وکلا در سراسر دنیا میخواییم که برای تامین این هدف انسانی به جمع ما بپیوندن. شیرین عبادی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، حسین رئیسی، موسی برزین، حسین احمد نیاز، محمد مقیمی، مجید پوراستاد، اینا کسی بودن که حالا تا اون موقع که من این پیام رو دیدم این رو امضا کردن. حالا خوبه که ما هم در جریان این قرار بگیریم و اینکه در حالا جهتی اگر افرادی رو میشناسیم که میتونن توی این دایره هستن این امضا بشه. و چون که خب از طرف خانم شیرین عبادی بوده که جایزه سور نوبل گرفته، شناخته شده است و این رو هم میتونیم مد نظر قرار بدیم. دوست داشتم این رو هم بگم، شاید هم تکراری بوده، اگه تکراری بوده ببخشید. میدونستید خب. خیلی متشکرم. و حالا یکیش آماده شده بعد اینو مایکی کی بود باز بود مشکی. آقای سبزیان شیطانه. خب نفر بعد بانو لیدا اشعری محترم. بانو اشعری، من مایکتون رو وصل نکردید که من بخوام مایکتون رو آزاد کنم. حالا آزاد میکنم مایک من. با سلام خدمت شما، مایک من الان آزاد هست و تشکر از همه دوستان و نظراتشون به قدری هم زیبا، یعنی پرداختم به مسائل هم سیاسی به هر حال فرهنگی اجتماعی و حقوق بشری. به هر حال من اینطور فکر میکنم که در وهله اول یعنی باید یک تعریفی از این حاکمیت داده بشه از لحاظ سیاسی و با نگرش به این مسئله هست که میتونه اون مرز مبارزاتی در ایران مشخص بشه. البته من اعتقاد دارم که وجود اعصاب راست و چپ و ملی مذهبی و به هر حال چه ملی باید وجود داشته باشه و اینکه اتحاد و سازماندهی اعصاب و در واقع تشکیلات در ایران یکی از وجوه حرکت‌های سیاسی است. یعنی اگر این سازماندهی و ممکنه انسان‌ها به صورت پراکنده و آزاد در ایران دست به یک اعتراضاتی بزنن، ولی تا زمانی که اگر به صورت سازماندهی و تشکیلاتی نباشه اون به سرانجامی نمیرسه. اعتقاد دارم که، امید دارم که تمام معلمین، دانش آموزان و اتحادیه‌های کارگری و اصناف بپیوندن به این احتسابات که بتونه این مبارزه جوندار بشه در ایران و بشه که ما در واقع بتونیم به یک راه درستی دست پیدا بکنیم از لحاظ حق طلبی و اینکه بخوایم در واقع حقمون رو بگیریم. و در اون رابطه هم برای آینده ایران هم حتما باید یک رفراندوم باشه در کنار، یعنی با برگزاری یک رفراندوم. بله میفرمایید بانو اشعری. بله، با رفراندوم میتونیم در واقع اون فکرایی که داریم یا اون نگریشی که داریم که چه میخواهیم رو میتونیم مطرح بکنیم و بهش برسیم در کنار هم، نه با تفرقه، نه با در مقابل هم قرار گرفتن. و اینکه سفارت ها هم در هر کشوری زمین ایرانه، چون زمین ایران هست و خاک ایران به شمار میره، در نتیجه افرادی که دارن اونجا تظاهرات میکنن حق تظاهرات دارن، حق اعتراض دارن. حالا اعتراض هم مسلماً برای اینکه در ایران با کشتن شروع شده، با خون شروع شده، نمیتونه خارج از خشونت باشه. من این بسیار متشکرم و مایک رو میبندم. تشکر از وقتی که متشکرم از شما دوستان. عرضم به حضورتون که 1, 2, 3, 4, 5, 6 بعد از آقای طایف عزیز، آقای علیرضا جهانی محبت کنید از این لحظه دوستان دیگه دست بلند نکنید برای اظهار نظر، چون که این 6 عزیزم اظهار نظر بکنن دیگه تایم ما داره
زیاد میشه. جلسه رو بعد از اون به پایان میرسونیم. جناب آقای نریمان حسین نژاد بفرمایید، در خدمت هستیم. با سلام خدمت همکاران عزیز، صدا من هست؟ بله بله، زنده باشید. با سلام خدمت همکاران عزیز، از نظراتشون واقعا لذت بردم. خیلی از دوستان خواستم اول یه نمیدونم تسلیتی بگم به واقعا خانواده های جان باختگان. واقعا خیلی دردناک بود، صحنه‌های عجیبی رو ما دیدیم. میخوام سریع یه چند تا نکته رو فقط من سریع اشاره کنم. مسئله ایران داخل ایران که اصلا ما نمیتونیم راجبش بحث کنیم یا نمیتونیم راجبش نظر بدیم، به نظر من اصلا کار جالبی نیست و بی خوده، چون اونجا یه جریان دیگه است، یه تصمیمات دیگه گرفت میشه، اونجا لحظه ایه، اصلا شرایط فکری جوانان، اونایی که اومدن، اون طیفی که اومدن این حرکت رو دادن، اصلا با تفکرات ما و دیدگاه ما زمین تا آسمون فرق میکنه. اما اگه بخوایم به این بعضی از این حرفای خیلی کهنه بخوایم بپردازیم که تا عالم یه اتفاقا نیفتاده. تشکلات بخوام کاری کنم، 43 سال تشکلات خودشون داخل کشورهای اروپایی نتونستن یک کوچولو تثبیت کنن. حالا کار ندارم، مهسا امینی واقعا من اینجوری میبینمش، وقتی بهش فکر میکنم ققنوسی بود که از دل ایران برخاست و این جرقه های آتشی که از زیر خاکستر با بلند شدنش ایجاد کرد تمام ایران رو فرا گرفت. به نظر من اینجوری بود و پشت سر اون ققنوس‌های دیگه با آسمان برخاستن و این شعله رو بیشتر کردن. اون بحث داخل ما باید بپردازیم با بحث بیرون که بیرون چی کار کنیم. من بارها هم تو صحبت‌های قبلی گفتم که ما باید یه کدای داشته باشیم که همدیگه رو اینجا پیدا کنیم، بتونیم همبستگی، بتونیم صدامون به یه ارگان یه جای برسه. ما اگر تثبیت شدیم، اگر یه سندیتی داریم، اگر یه کاری اینجا داریم، جنبندی می‌فرمایید جناب حسین جان؟ سعی میکنم البته یکی دو دقیقه من بیشتر وقت بدی، چون خیلی ها دو سه باری صحبت کردن. نه خب نمیتونم، تایم برنامه اجازه نمیده، دوستان صحبت کردن. خب شما یه ذره سعی کنیم با هم نظراتی بدیم، با هم کارهایی بدیم که اینجا همدیگه رو پیدا کنیم و جامعه اینجا رو یه تکونی بدیم. یعنی من خودم تصمیم گرفتم که کاغذهای آچار رو چاپ کنم و یه چیزای جمله‌های کوتاه آلمانی بزنم پشت پنجره‌ها بزنیم، آقا رو ماشیناتون بزنید، آقا یه بازوبندای حداقل برای خودمون تهیه کن، خجالت نکشید بزنید، که حتی اونایی که نمیان توی تجمع هم شرکت میکنن با همون در ارتباطن، دوستایی که اینجا داریم، اونا هم بالاخره یه جوری بدونن که اینجوری فاصله داریم، که ما کسایی هستیم که وصلیم به این جریان مهم داخل. ما باید صدای اینجا، ما باید به ارگانهای، به سازمانهایی که اینجا تاثیر گذارن میتونن، به اتحادیه یه امضا جمع کنیم. آقا این لیگ متشکرم از شما جناب حسین نژاد، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم چون که بقیه دوستان باید حقوقشون رو رعایت بکنم. وقت رو میدیم به بقیه دوستان. بانو مینا آقا بیگی بفرمایید. خدمت همه عزیزان، خیلی کوتاه یه کامنت خیلی کوچیک میذارم. با اینکه این روزا برای هممون خیلی بده، مخصوصا خود من، خیلی عزیزه، بابت خوشحالم که انقدر سطح آگاهی مردم رفته بالا، جلوتر از اون چیزی که ما میخوایم فکر کنیم، تفکر کنیم، در رابطش برنامه ریزی کنیم، اون اتفاق افتاده. مثل همون توییتی که به 100 میلیون رسیده حتی، این خیلی خوبه و من از این بابت واقعا خوشحالم. ولی یه نکته ای رو که میخواستم فقط بهش اشاره کنم اینه که باید متکی به خودمون باشیم. الان کسایی که تظاهرات کردن تو فرانسه بهشون گاز اشک‌آور زده و باشون خشونت کرده، این یه قضیه. و قضیه آخر که بگم خیلی کوتاه اینه که این تظاهرات یا حالا اون تجمعاتی که ما انجام میدیم فقط و فقط باید مستمر باشه. حالا ما خارجی که خارج از ایران هستیم، حالا اونایی که تو ایران هستن که این کار دارن انجام میدن، اگر این مستمر باشه ما خیلی میتونیم قوی تر جلو بریم. ممنون که مایک رو در اختیارم گذاشتید. بسیار متشکریم از نقطه نظر مفید و کوتاه شما. با نقطه بگی محترم جناب آقای حسنزاده، محمد حسن حسنزاده بفرمایید.
درود بر دوستان گرامی، امیدوارم حال همگی خوب باشه. با اینکه میدونم با اخبارهایی که همه میشنویم نگران ایران و ایرانی ها هستیم، ما صرفا آی تفکری فقط یه گلایه بکنم به جملتون که اینجا کسی سوال سیاسی حالا میپرسه، اشکالی نداره آقای تفکری، ما خودمون رو تو قفس قرار ندیم، الان وقت این نیست که جدا سازی کنیم بین دقیقا ما هم خوب میدونید که دیکتاتور رو نگاه کنید. آره ببینید شما جمله ببینید آقای تفکری، شما استاد کارگروه آموزشین، شما باید اساسنامه کانون رو یاد بدین. اولین جمله بند دو اساسنامه اینه، کانون نهادی است سیاسی، یعنی با سیاسی شروع کرده. خب اصلا خودتون تو قفس نذارین که ما اهداف سیاسی نداریم. ببینین 4 حق توی منشور کانون نوشته شده که من سومیش که خیلی توی این نیم قرن اخیر بولد شده رو اسم میبرم، اون هم جدای دین از دولته، اینا جز حقوقه. خب اما شما میدونید که کدوم نهاد سیاسی این سکولاریسم یا جدای دین از دولت رو به هر حال ازش استفاده نمیکنه، همه جا دارن استفاده میکنه. خب ولی جالب اینجاست که من با خیلی ها صحبت میکردم، این سکولاریسم جدای دین از دولت رو به عنوان یه فاکتور سیاسی میشناسن، در صورتی که این حق ما ها هست که یک نظام سیاسی انتخاب کنیم. اگر اینجوری هست که ما توی هیچ تجمعی نباید شرکت کنیم و اینا. حالا کوتاه میکنم سخنم. در مورد سوالی که پرسیدین من رک و واضح بهتون بگم. دوستان جمهور اسلامی به مرحله رسیده که الان وقت خودزنیشه اتهام به مردم بزنه. اصلا وارد سفارت ها نشید. سفارت های جمهوری اسلامی در خاک اروپا مسئول امنیتش اون کشور میزبانه. اصلا بازی قرار نگیرین داخل این بازی تجمع دوستانی که درسته اون احساسات داره بزرگ میشه. خب اصلا توی این بازی قرار نگیرید، مسئول امنیت این سفارت ها خاک آلمان، خاک دانمارک، خاک انگلستان و غیر است و اینا بازی های جمهوری اسلامیه. تو این بازی ها فریب نخوریم، چون فریبا داره مدرنیزه میشه دوستان، و پیش بریم، همینجور پیش بریم، به قول آقای شفایی به نتیجه مثبت نرسیم. ممنونم. بسیار متشکرم از شما جناب حسن زاده محترم. بانو بیژندی بفرمایید، در خدمت هستم. ممنون جناب تفکری که فرصت دوباره به من دادین. اول از آقای یگانه عزیز عذرخواهی میکنم و خدمتشون اعلام میکنم که احترام خاص برایشون دارم و لطفا حرف منو سوء تفاهم نشه براشون و یا بخ حمله بر بی‌ادبی من نشه. ایشون فرمودن برای لیدر، من خواستم فقط اینو بگم طبق صحبت که آقای شفایی فرمودن و من واقعا معتقد به این قضیه هستم که یک خرد جمعی صورت گرفته. مطمئنا زمانی که به اون آزادی و به پیروزی برسیم مطمئنا همون آگاهی صورت گرفته، پس مردمون آگاه شدن که این جنبش رو به پیروزی رسوندن و همیشه معتقد بودم و هستم که از درون خود همین مردم آگاهی که این جنبش رو به پیروزی رسوندن رهبرانی هم بیرون خواهند اومد و حالا اتفاقات خوبی که باید بیفته هم بیفته. در واقع این جنبش ها الان لیدر نمیخواد، من خودشون دارن خودجوش کارشون رو انجام میدن و مایه افتخار همه ما. و یک خیلی کوتاه‌تر هم در مورد این میخواستم بگم که جناب شفایی کاملا درست گفتن که توی تظاهرات با چند تا پرچم و هر چیز دیگه میان. اصولا درستش این بود که همه احزاب و عقاید مشروطه خواه نمیدونم سلطنت طلب این اون اینا رو همه رو برای این تایم کنار میذاشتن با هم در واقع با یک پرچم و به اتحاد این تظاهرات ها صورت میگرفت. اما باز هم من به همینم که دور هم هستم با هم هستم و هم بستگی دارن، باز هم به این هم ارزش میدم. مرسی، ممنون که این زمان رو به من. بسیار متشکرم از شما بانو بیژندی محترم. خب من تا این لحظه نظر شخصی نگفتم، ولی خب من هم به هیچ پرچمی جز پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد ندارم. خب عرضم به حضورتون که کلن ادمینا که خوابن، سپاسگزارم ازشون. یه ده ببیر با جناب آقای منیری محترم بفرد.
ممنونم، چون وقت کمه سریع عرض میکنم خدمتون. یکی بحث اعتراضات شد، دقیقا همچین رکبی رو ما توی دوسلدورف خوردیم. فراخوان کلی بود اما یه گروه خاصی فقط پرچم آورده بودن، اما به نظر من اصلا اهمیتی نداشت، لازم نبود ما جمع رو ترک کنیم، چون به هر حال مردم آلمان کل جمعیت رو می‌دیدن و توضیحاتی که داده می‌شد راجع به ایران و مهسا امینی بود و اون تأثیری رو که ما می‌خواستیم گذاشته شد. و خوبیش اینجا بود که دقیقاً حتی توی اون تظاهرات، توی اون تجمع هم باز اون خرد جمعی ایجاد شده بود، چرا که یک بار دو بار چند نفر مثلا گفتن رضا شاه روحت شاد اما مردم دنبال نکردن، حتی چند نفر گفتن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که دقیقاً مقابل اون بود، حتی اون رو هم مردم دنبال نکردن. این خرد جمعی خیلی قابل توجهه. من در ادامه صحبت‌های آقای حسینی نژاد راجع به این که ما چه کارهایی میتونیم بکنیم، اینترنت یه چیز دو طرف است، در واقع ما الان اطلاعات رو داریم از ایران میگیریم و به گوش جهانیان میرسونیم، اما خود مردم ایران درون هم اطلاعاتی نسبت به شهرها و آدم‌های خود توی ایران ندارن، در حدی که ما میتونیم به خانواده هامون، حالا واتساپ مثلا خیلی محدود میشه ارتباط برقرار کرد، با واتساپ با خانواده هامون با همون اعضای کمی که در ارتباط هستیم میتونیم بهشون بگیم که جنبش همچنان ادامه داره. نباید به تعظیم از این که مردم برن توی خیابون، تا در حد این که فقط برن توی خیابون هیچ اتفاق نمیفته، معمولا جاهایی که شلوغ میشه و درگیری اتفاق میفته خطرناکه برای مردممون. من خودم به شخصه از خانواده خودم خواستم که حتما برن توی خیابون، اما خب هر موقع درگیری شد اصلا برگردن خونه، اصلا چی نیست. من از همه اعضا میخوام که این رو از خانواده هاشون بخوام. مرسی بابت وقتی که به من دادید. بسیار متشکرم جناب آقای منیری محترم، خیلی سریع هم صحبت کردن، عالی بود. دوستان محبت کنم معلومات دست برمیدارم، چون یک بار توضیح دادم بعد آقای جهانبین جلسه به پایان میرسه. جناب آقای طایف بفرمایید در تایم دوده. بله مرسی، منم خیلی کوتاه میگم. در واقع آقای منیری خیلی ها رو گفتن، تو تجمعی که تو فرانکفورت هم داشتیم گفته بودن که تجمع بزرگی بود، بالاتر از 2000 نفر بود، گفته بودن خواهشم پرچم نیارید، ولی خب یه دوستانی شیطنت کردن، پرچم شیر و خورشید آورده بودن، اقلیم کردستان بود، یه چند نفر خواهش کردیم اونجا که پرچم رو برداریم، ولی یکی دو نفر که گوش نکرد، همونجا مسئولی که برگزار کننده تجمع همونجا به پلیس گفت که این دو نفر حرف ما رو گوش نمی‌کنن و همونجا مسئله خاتمه یافت. یعنی بدون پرچم فقط آزادی ایران، فقط ایران، فقط زن، زندگی، آزادی بود شعار ما و شعارهایی که خب میدادن در این رابطه. و اینکه اینجا ما به بچه ها گفتیم که منتظر نباشین، هر کسی که تو اروپاست میتونه خیلی راحت بیانیه بده. الان ما سه‌شنبه دوباره جلوی سفارت داریم، نوشتیم که بدون هیچ حزبی و بدون هیچ پرچمی ما اونجا هستیم، مطمئنا بچه‌ها میان، هر کسی از شما میتونه به خود تنهایی بیانیه بده، تو وضعی مجازی منتشر کنه و بریم اونجا و صدای ملت ایرانمون باشیم. و یه مورد این که مثلا تو فرانکفورت ما دوستان ما از خانم نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت دعوت کردن که تو این هفته قرار بیاد و حمایت کنه مردم ایران رو. اگه تو شهرتون همچین کسایی هست که باشون رابطه دارین و میتونین تماس پیدا کنین، حتما از این سیاستمدارایی که سرشناس هستن، ایرانی هستن، کمک بخواین که بتونن بیان سخنرانی کنن و خب آلمانی سخنرانی میکنن و شعارها آلمانیه و بتونن جامعه آلمان رو بیشتر معطوف کنن نسبت به مردم ایران و این تظاهراتی که ما داریم میکنیم. مرسی که در اختیار من قرار دادید. بسیار متشکریم از شما جناب استاد محترم. جناب آقای علیرضا جهانبین بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت تمامی همکاران گرامی، خسته نباشید میگم. صحبت‌های خیلی خوبی تو این جلسه مطرح شد. در رابطه با حق‌هایی که مردم امروز در ایران دارن و فکر میکنم یک هفته هم ازش گذشته، میشه به این نکته اشاره کرد که الان مردم ایران خیلی به حقوق خودشون آشنا شدن و دیگه میدونن که چه حقی ازشون گرفته شده. و تفاوت این جنبش شاید با جنبش های مثلا سال 88، سال 96، 97 همین هستش. و همونجوری که من شنیدم، آره، اکثر تظاهر کننده و اکثر کسانی که در خیابون ها هستن دهه 70 یا دهه 80 هستن و
بعد حالا برعکس تمام جنبش های دیگه، الان دیگه با یک هدف جلو نیومدن. در قبلا حالا یا برای رای بود یا برای گرونی بود یا برای بنزین بود، ولی الان برای هدف، برای آزادیشون اومدن. آزادی های بنیادی مثل نه به حجاب، آزادی گفتار، آزادی انتخاب، آزادی برای دموکراسی. این کار رو برای ما سخت‌تر میکنه و فکر میکنم کار ما فعالین حقوق بشر تازه از الان شروع شد، چون که با توجه به آگاهی که جوانای امروز دارن ما باید همین آگاهی رو براشون تداوم داشته باشیم، یعنی بتونیم بهشون این آگاهی رو بدیم که اگر که این جریان به پیروزی رسید نخوان انتخابی مثل سال انتخاب 57 که نسل قبل از ما داشت و خب باعث شد که این اتفاقاتی که در ایران امروز پیش افتاده پیش بیاد. خیلی از مهسا در سالهای گذشته هم کشته شدن، به قتل رسیدن یا حتی خیلی از کسای دیگه اعدام شدن. ولی من فکر میکنم که ما باید از الان تازه کارمون جدیتر پیش بگیریم به عنوان فعال حقوق بشر و مردم رو آگاه کنیم که یک انتخاب آگاهانه داشته باشن. بله بله جناب تفکری، من صحبتم تموم شد. بسیار متشکریم از شما جناب جهانبین محترم، بسیار متشکریم از همه عزیزان حاضر در این اتاق، عزیزانی که ما به صورت لایو و شبکه یوتیوب کانال دفاع از حقوق بشر در ایران به نظاره نشسته بودن. یک نفر خوب جناب شفایی صحبتی بکنم، بعد من کوچیک نظر خودم بگم. جناب شفایی بفرمایید. ببخشید بعد از صحبت‌ها گفتم قصد اظهار نظر چیزی ندارم، فقط خواستم یادآوری کنم برای این هفته از دوشنبه تا جمعه هر روز 6 بعد از ظهر جلسات ما ادامه داره و خوشحال میشم که دوستان وارد این جلسات بشن. حتی نوشتم دقت نکردید مثل اینکه، ولی گفتم زبانن بگم به همین جسد. مرسی. بسیار متشکرم از شما، خیلی متشکرم از همه دوستان. فقط یک سوالی در قسمت چت از من شده بود که من به پرچم جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارم. نه، من به پرچم کشوری که 45 روز در زندان 40 معروف به 40 در 50 سلولهای انفرادی زندانی بودم هیچ اعتقادی ندارم. اعتقاد شخصی من در سوشیال مدیا شخصی من کاملا آشکار. بسیار هم متشکرم. ما امروز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در قالب 4 نمایندگی بزرگ منطقه جنوب آلمان، شمال آلمان، اروپا، آسیا و شرق اروپا گرد هم اومدیم برای اعتراضات سراسری در ایران. بسیار متشکریم از شما و در آخر نظام جمهوری اسلامی